هر کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیوت ترودویی. با درود و سلام، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترآل، واقع در کشور زیبای کانادا که طبق معمول هفهاتی، یادتون باشه بر وزن سنواتی یعنی هفتگی، و امروز هم سه شنبه است، دوباره 24 ماه نوامبر المبارک سال 2015 دربدری که برابر است با 3 آذر ماه سال 1394 مهرورزی زنجیره‌ای، به همراه گروه 4 و علاوه 1 یعنی اعضای دائمی و همیشگی تیم پرقدرت خودمان اختر عیالمان مملی، نایب برحق یا وارث خودمان علیکبر نوچه دیرینه و موسیو جان پیر اخشنبو و صد البته عمه جانمان یعنی عضو برجسته تیم همون یک معروف. 79 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما هموطنان و هم زبانان نازنینمان در سرتاسر این دنیای بزرگ، هر جا که بیننده و شنونده برنامه های تلویزیون میهن هستید تقدیم میکنید. خانمان سوز بود آتش آهی گاهی، خانمان سوز بود آتش آهی گاهی، ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی. این یک بیت شعری رو که براتون خوندیم از اشعار شاعر و ترانه سرای بزرگ میهنمون است، یعنی جناب رحیم معینی کرمانشاهی که متاسفانه همین هفته قبل ایشون رو از دست دادیم و به علت بیماری و کهولت سن در تهران فوت کرد. این ضایعه رو خدمت همه ملت ایران به خصوص ادب دوستان و ادیبان و شاعران و ترانه سرایان میهن و همچنین خانواده محترم آن عزیز از دست رفته تسلیت میگیم و اجازه بدید که تأسف خودمون رو از اینکه این دور دانه ها، این یکی یک دانه ها هر از گاهی دارن یکی یکی رخت برمیبندن و با کمال تأسف جاشون رو یه سری لجاره قلم به مزد عرض میشود بی سر و پایی که در این گوشه و کنار هر جا نشستن و مده یک سری اراذل و اوباش رو میگن، در حقیقت اینا جای اونها رو دارن میگیرن. البته اون میهن از افراد بزرگی مثل ایشون خالی نیست و خالی نخواهد ماند. به هر حال یک بار دیگه تسلیت میگیم خدمت به خصوص عزیزان آن عزیز تازه از دست رفته. شاید تعجب کنید این هیئت امروز ما رو چجوری ما تغییر دکوراسیون دادیم و با این سر و وضع خدمت شما رسیدیم. والا تقصیر ما نیست، این در حقیقت توطئه مشترکی بوده که توسط اختر و عمه جان به خصوص و سایر اعضای گروه برای ما ترتیب داده شده و به ما پوش کردن که آخه خجالت بکش، ببین تو میهن تیوی همه رفقا خیلی شیک و پیک و کرواتی، به خود همین سعید بهبانی نگاه کن، خجالت نمیکشی با اون وضع عین یدالله گدا میری جلو دور بمیشیم؟ گفتیم حالا این بار که حریفشون نشدیم، حالا شاید دفعه دیگه باز دکوراسیون عوض کنیم. به هر حال عمه جانم میدونید سیاستش چجوریه، اصولا در نهایت، البته خصوصی بهتون بگیم، یاد یاد خوشی از اختر خب منطقیه نداره طبق روال فامیل در نزد ما ایرانیان، ولی هر جا که منافع اقتضا کنه شدیداً از منویات اختر حمایت میکنه و این یکی از اون موارد بود که با او همدست شده بود. ننه جان آخه این قیافه است تو میری آنجا میشینی؟ گفتیم باشم چشم، دیگه چاره نیست. البته
سفارش بعضی از دوستان ناباب هم بی تاثیر نبود، از این هم نگذاریم. عرض به حضور محترمتون، 25 نوامبر یعنی روزی مثل فردا، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست. این روز به عنوان روز جهانی خشونت علیه زنان انتخاب شده. میخواستیم یه پیشنهاد انقلابی دوباره بدیم، چون معمولا این مجامع بین‌المللی از این شاهکارا دارن، از این کارا میکنن. گفتیم بیاد این یارو لاریجانیه هست، که صادق لاریجانی کیه؟ یکی از این برادران جانی، یا حالا یه گابگوساره دیگه ای از سران جمهوری اسلامی، رو به عنوان سرپرست این تشکیلات این روز انتخاب کنن. دیگه از اونا کسی، چون میدونید که در جمهوری اسلامی اصلا یکی از مدافعان حقوق زنانه در کل. حالا در متون اسلامی و شیعوی چقدر به زن احترام گذاشته شده. خب یکی از همین ماده های لجاره میگفت دیگه، میگفت زنها تا 40 سالگی عقل درست حسابی نداره. البته در متون اصل اسلام صدر هم اومده که زن ناقص العقل عرض میشود، که حقش هم که ارثش نصف مرده عرض میشود، حضانت بچه هاش هم نمیتونه به عهده بگیره، یا مثلا دیگهش فرض کنید قد نصف دیگه نصف یه جای مرده، که حالا باز نمیخوایم از شروع برنامه باز کلمات ناجور به کار ببریم. به حال خودتون در جریان، به حال این پیشنهاد کردیم، اگر که میخواید این کارو میتونید بکنید. خبر بسیار مهم بعدی عرض میشود که سفر جناب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشور روسیه هست، که دیروز به تهران و ایشون نرسیده تر و چسب یک کله، بدون اینکه منتظر مراسم تشریفات ورود و عرض می شود احترامات معمولی که در این جور موارد هست، یک کله رفته خدمت رهبر و ملاقات و مذاکراتی داشتن. و در خبرها اومده بود که عرض می شود پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر به تهران هدیه نفیسی به رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان و هومه، یعنی حضرت از میشه و سلطان علیشاه تقدیم کرده، و اون هدیه هم یک جلد قرآن مجید بوده به خط کوفی، یعنی اون یه چیز نفیس و ارزشمندی میتونه باشه. این علی اکبر اومده بود یقه ما رو گرفته بود، پیر این بابا که مسلمون نیست، چجوری قرآن رو برده خدمت حضرت رهبر؟ گفتیم علی اکبر توقع داشتی که یه برد اسمیرنوف مال زمان پتر کبیر رو بیاره؟ منطقی باید قرآن بیاره. بعد دو تا مطلب جالبم در این رابطه دیدیم. یکی این بود که یه شعاری دیدیم میگفت که صلی علی محمد رهبر رهبر آمد، برزم میرسید. یکی دیگه اینم که یکی از عده از هموطنان که به هر حال در کارهای امنیتی و عرض میشود حفاظتی و اینا کارشناسند، میگفتن نکنه که تو این قرآنه یک شنود کار گذاشته باشند که بتونن رندون از مسکو یا حالا جای دیگه مکالمات داخل بیت رو بشنوند. حالا البته اونو باید کار، ما باید مراجعه کنیم، ماموریت بدیم به مامورین صباخ که اینو تحقیق کنن ببینن که میتونه همچین چیزی باشه داخل جلد یا احیانا صفحات. البته در تکنیک پیشرفته امروز بعید هم نیست که یه چیزی چپونده باشن لای اون قرآن که بتونه شنود هم بکنه. حالا والله اعلم اصلا ما چرا به این کارا کار داریم. یه اتفاق دیگه ای که در میهن اسلامی در امورقرای اسلام افتاده، این هفته بازداشت هادی حیدری یکی از کاریکاتوریست های میهنمون بوده، یکی از ژورنالیست ها و به خصوص کاریکاتوریست ایشون، ریختن خونش رو دستگیرش کردن و تشکیل طبق معمول اساس زندگیش رو بردن و الان زندان اوینه. بعد حالا خبرش رو براتون بخونیم، این خبرش خیلی جالبه. عرض به حضور محترمتون، میفرماید هادی حیدری کارتونیست ایرانی بعد از ظهر دوشنبه 25 آبان یعنی 16 نوامبر دوشنبه هفته قبل بازداشت شد. گفته می شود که ماموران امنیتی این کارتونیست و روزنامه نگار را
در دفتر روزنامه شهروند بازداشت کردند. در مورد علت بازداشت هادی حیدری تاکنون خبری در دست نیست. خب نباید باشه. نباید که بگن چرا گرفتن، گرفتن دیگه. دلیل نباید ارائه بدن. گفته می شود ماموران امنیتی در زمان دستگیری او توضیحی ندادن. مسیح توقع داشتیم که توضیحی بدن که او را به چه اتهامی بازداشت میکنند. خب اتهامش محال ما البته کشف کردیم اتهامش چیه. هادی حیدری که از اعضای شورای مرکزی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است، سابقه بازداشت در پاییز سال 1389 رو دارد. یعنی یارو سابقه داره بابا. اصلا جنس روزنامه نگار و کارتونیست و عرض میشود اینا همه عنصر نامطلوب برای جمهوری اسلامی هستن. دلیلم نمیخواد، میخواد دنبال دلیلم نباید گشت. حیدری سابقه همکاری با روزنامه های اعتماد ملی، جامعه، نشاط، اصل آزادگان، آفتاب امروز، یاس نو و نوروز، بقای اتفاقیه، اقبال، بهار، پول و هفتانامه عصر ما را دارد. البته طبق تحقیقاتی که ما کردیم علت بازداشتش، حالا غیر از اتهامات دیگه‌ای و گناه‌های دیگه‌ای، جرائم دیگه‌ای که مرتکب شده، این کارتونی بوده، این کارتونی بوده که آخرین روزها کشیده بعد از ماجرای پاریس و پاریس رو نشون میده با سمبلش، یعنی برج ایفل و دو قصر عشق که از چشم پاریس داره میچکه. این علی اکبر باز به ما گیر داده بود که پیر، این که کار بدی نکرده. خب ابراز همدردی کرده با پاریسیایی که مورد تهاجم قرار گرفتن. خب آره ما میدونیم کار بدی نکرده، و چرا دستگیرش کردن؟ مگر پرزیدنتشون، پرزیدنت حسن آقا تسلیت نگفت با آقای اولاند؟ یعنی مگه سیاست این نیست که خب یه دولتی ابراز همدردی کرده، یکی از اتباعش هم با کاریکاتور ابراز، گفتم آقا مشکل تو میدونی چیه برادر من؟ مشکل تو دو چیزه علی اکبر جان. گفت چیه پیر؟ گفت این یکی اینه که تو جنس آخوند رو نمیشناسی، بعد نمیدونی که اینا تو زندگیشون راست که نمیگن، این زمانی راست نگفتن، بعدم داستان تقیه رو نمیدونی. یعنی بعضی جاها باید علکی یه چیزی رو گفت. حضرت امام راحل تو پرانتز جیم فرموده بودن که وقتی منافع دولت اسلامی اقتضا کنه، حتی اون به اصطلاح اسلام رو هم باید زیر پا بذاری، تشیع هم زیر پا بذاری. بسیاری از این فرزندان اسلام، سربازان گمنام امام زمان، جایی که نیاز بوده با اون شخصی که دنبالش بودن میخواستن بگیرن، نشستن شب دو بار ترق هم خوردن. خب این اشکال نداره برای رسیدن به مقاصد و حفظ نظام، خب هر کاری جایزه میشه کرد. در هر حال آرزو داریم این کارتونیست هم میهنمون زودتر آزاد بشه. البته کل اینا باید آزاد بشن، اینقدر زمانی هم فکر نمی کنیم مونده باشه. خیلی جالبه، آقای پوتین دو سه روز پیش گفته بود اگه نیاز بشه ما چیز بکنیم، جمهوری اسلامی رو میذاریم زیر روش میشینیم. میگن که یه میمونی رو کردن توی قفس، زیر قفس آتیش کردن، بچهش هم بغلش بود، یه خوده این پام پا کرد و دید نه دیگه قابل تحمل نیست، بچهش رو گذاشت رفت روش خواستان. همین دو سه روز پیش گفته بود که بله ما اگه لازم بشه جمهوری اسلامی رو سیویلش رو دود میدیم. بعد دیروز میگه ما به دوستانمون از پشت خنجر نمیزنیم. ما نمیدونیم جناب پوتین کدوم این روایات درسته، اون روایت اول یا روایت دیروز. به هر حال چیز دیگه، داستان سیاست، میگن سیاست پدر مادر ندارد. میدونید این روزها سالگرد اون قتل‌های زنجیره‌ایه در سال 60 و 67 به فرمان حضرت امام راحل، کشتار چند هزار جوانای اون مملکت و به خصوص بسیاری از فرهیختگان اون مملکت، مثل پوینده و مختاری و عرض می شود سایر عرض می شود نویسندگان و به خصوص پروانه و داریوش فروهر نازنی، که این پروانه و فروهر و داریوش فروهر چقدرم بدشانس بودن تفلک ها، هم از طریق جمهوری اسلامی مورد توهین و تحقیر و ناراحتی و ضرب و جرح،
واقع می شدن. بعد از طرف گروهی از مردم هم همچنین شنیدیم وقتی اومده بود زنده یاد پروانه فروهر به آمریکا، اینجا در یه جلسه یه لجارهی بلند شده بود و متهمش کرده بود به این که تو مأمور جمهوری اسلامی هستی. اینم خیلی دردناکه، واقعا خیلی دردناکه، خیلی خیلی خیلی. بعدم که اعلام کردن اینا عناصر خودسر بودن این کار رو کردن، یعنی در یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه رژیم شریف جمهوری اسلامی بر اعضای وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی خودش کنترل نداره و کسانی در اونجا میتونن هر شکری که دلشون بخواد بخورن و خودسرن دیگه، خودشون عمل کردن. در هیچ کشوری، در هیچ کجای دنیا هیچ مأموری بدون فرمان مقام بالادست به کار اونم به یه همچین کار فجیعی دست نمیزنه. حالا اونجا چجوریه ما سر در نمیاریم، در حال احتمالا یه جوری اونجا هرسیتیه، شهر هرته، هر کس هست. البته هرسیتی هست، چی میگن، ملوک و توایفیه دیگه، در هر منطقه یا آخوندی همه کار هست و هر غلطی بخواد میکنه. از این داستان هم بگذاریم. این خبر حتما شنیدید، مخالفت رهبر با تشکیل اردوهای مختلط دانشجویی. رهبر فرمودن که اجازه ندارید اردوهای مختلط دانشجویی تشکیل بده، یعنی دختر و پسر دانشجو حق ندارن با هم یه سفر برند. ما میخواستیم یه اخطار بکنیم به امت همیشه در پیست رقص و مسجد و حسینیه. ما این جمله رو ابداع کردیم، به جای امت همیشه در صحنه میگیم امت همیشه در پیست رقص و عرض میشود مسجد و حسینیه. حالا چرا؟ یک نازنینی، یعنی بذارید اسمش هم بگیم، آقای علیرضا رضایی، اون ترس پردازی که این روزا خیلی هم گل کرده، ما هم خیلی برنامه هاش رو دوست داریم، اکثرا میبینیم، میگفتش که اگر در عربستان سعودی یه مسجد منفجر بشه 200 نفر کشته بشن، 100% یه 50-60 ایرانی هن. بعد اگر در مثلا تاجیکستانم حالا یا در آذربایجانم یه دیسکوتک منفجر بشه، باز از بین 100 کشته یه 20-30 ایرانی هن. یعنی این امت، و این دلیل ما میگیم امت همیشه در پیست رقص، در صحنه پیست رقص و مسجد و حسینیه. امت اینجوری میشه تا در حال به این امت توصیه میکنیم حواسشون جمع باشه، احتمالاً اقدام بعدی رهبر معظم میتونه این باشه که ابراز مخالفت بفرمایند با حضور مختلط زن و شوهرها در رخت خواب. الان با حضور مختلط پسر دخترها در اردو مخالفت فرمودند، اگر این رشته ادامه پیدا کنه همین روزا اعلام میفرمایند که ایشون با حضور مختلط زن و شوهرها در رخت خواب مخالفند. البته هیچ بعید نیست. حالا بشینیم تماشا کنیم. میدونید حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری، اسم عبدالواحد موسوی لاری، ایشون وزیر کشور دولت اصلاحات بوده، یعنی دولت اون خاتمی بی ارزه مفلوک ابله احمق معنیش اینه. ایشون برای سخنرانی در جمع اصلاح طلبان رفته به برامین و اونجا یه دهی از اراذل و اوباش به رهبری یکی از بهوشی که خودش هم نماینده طبیله اسلامی، یعنی هم مجلس شورای اسلامی بوده، ریختن و بابا رو زدن، کتک مفصلی بهش زدن و بعد عمامش رو انداختن. میدونید انداختن عمامه برای آخوند بدترین توهینه، درست مثل این که شما برید مثلا بساط یه موزیسین رو به هم بریزید، اون ارگش رو بندازید بشکنید، یه همچی حالتی داره. به هر حال کتک مفصلی بهش زدند و که البته ما تایید نمی کنیم، یعنی حتی اون باهوش هم اجازه حرف زدن باید داشته باشن. یه موقع فکر نکنید از این قضیه خوشحالی، این نهایت اینه که در یه جامعه کوچکترین
آزادی حتی برای کسانی که وابستگی هم با رژیم دارن نیست، حالا چه برسه به مخالفین 100%. ایشون همین آقای موسوی لالی جمله جالبی داره، فرموده که بعد از این کتکی که خورده، تفکری که بگوید فقط باید از من پیروی کنی تفکری داعشی است. راهی را نرویم که چهره جمهوری اسلامی را همچون داعش جلبه بدهیم. آج آقا، چهره جمهوری اسلامی داعشی جلبه داده شده است، 37 سال داده شده است. خدا پدر تو از بهش نجات بده. کجای کاری؟ تازه حالا چه جلوه داعشی نمایش ندیم؟ داده شده بابا، پنبه زده شده، همه تی رفته زیر سوال و پرسش. آج آقا دیگه کار خیلی خرابتر از این صحبت هاست. کجای کار هستی آجی؟ کجای کار هستی؟ چه روزگاری در اومد؟ مطلب بعدی این ملاقات اخیر آقای نتانیاهو با جناب پرزیدنت باراک حسین اوباما. یادتونه یه زمانی چند وقت پیش این آقای نتانیاهو اومد با چه اهنوتلوپی و در رو وا کرد و میخواست کافه به هم بریزه و گفته بودن آقا وقت نداره، گفته بود من این چیزا حالیم نمیشه. حالا این دفعه دوم که اومد خیلی مؤدب و خیلی با احترام انتظار ایستاد و خدمت جناب باراک رسید. ظریفی میگو پیر چجوریه داستان؟ این یه این بابا از اون اردرم بلدرم اومد که آقا جان قضیه پوله بود. سالی 3 میلیارد دلار دولت ایالات متحده شمس‌آباد به رژیم آقای نتانیاهو کمک میکرد و میکنه، اومده بود چونه بزنه یه خود زیادش کنه. از 5 تا شروع کرد، مثل که به 4 تا معامله رو بست. بنابراین وقتی داستان پوله، میگه آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. نیاز به پول دارن به هر حال برای گذران زندگی. اومد دید نه، مسجدم جایی بعضی کارا نیست، زمینم خیلی سفته. دفعه دوم با احترام اومد و که بره پوله رو بگیره و فکر میکنیم به هر حال یه جوری هم موفق شد. میدونید 7-8 روز دیگه اربعینه، اربعین حسینی، و الان میگیم شما که علی این حرفا نیستید، ما تمام این کانال های شیعه رو بررسی میکنیم، دارن به شدت تبلیغ میکنن برای زیارت اربعین حسینی، اربعین حسینی کربلای معلا در روز اربعین. و الان از سر تا سر منطقه شیعیان گروه گروه، گله به گله، عازم کربلان با پای پیاده میخوان برن مسئله خودشونه. فقط اون چی که ما رو نگران میکنه این هست که در این راه پیمایی ها احتمال خطر هست. ما برای همه انسان ها، شیعیان و به خصوص هموطنانمون که از گوشه و کنار منطقه و کشور ایران پا میشن میرن کربلا برای زیارت امام حسین در عاشورا در اربعین، نگرانیم که نکنه این داعشی های بیناموس بمبی منفجر کنن. شنیدیم مثل این که ببینید حالا اونا چه جانورایی هن، یه مش عروسک توش بمب گذاشته بودن که بین بچه شیعه ها تقسیم کنند. اینا ببینید چه جانیانی هستند. امیدواریم که این سفر حالا با همه حواشیش به سلامت برای انسان ها بگذره. من خیلی جالبه گفتیم این دارن چه چیزی میکنن، چه به اصطلاح تبلیغاتی میکنن برای این. میدونید یه تلویزیون فارسی زبان ماهواره‌ای هست به نام ولایت که اینو اصولا اون آیت الله مکار شیرازی، اون کمپانی شکر صاحب کمپانی شکر هست، اون که تمام اقتصاد شکر ایران در دستشه، ایشون این کانال رو راه انداخته. سرپرستش هم، سرپرست کانال، یکی از نوچه های خود حاجه های مکارمه، البته اسمش مکار شیرازی ها میدونید، مکارم علکی میگن، به نام آیت الله حسینی قزوینی، ایشون سرپرست کاناله. قزوینی هم چند تا نوچه تربیت کرده،
آخوندهای جوانتری هستند به نام یکشون روستایی عباسی ابوالقاسمی، دو سه تا هم جوان بد عاقبت مفلوک مغز شسته هم تو همون تشکیلات کار میکنن. این آخوندها رو میبرن بغل دست خودشون میشونن، اینا یه مزخرفاتی میگن، اون مفلوک های بد عاقبت زار زار گریه میکنن. جوان ها به جای اینکه بره دنبال علم جدید و دنیا به کجا رسیده، نشسته بر غریبی حسین و عرض میشود جراحت عباس گریه میکنن. در حال یکی از اینا، البته اینا خیلی هم اطلاعات قوی، یعنی حاج آقا و تشکیلات تا دادن اینا خوردن و خوب کردیم و تربیت کردن. او عباسی که یکی از همین آخوندهای جوانتره، بعد یه صحنه ای بود واسطه بود یه چفیه انداخته بود گردنش رو، مطابق ببینید اینا هیچ کدوم نمیرن پیاده کربلا. صحنه اینجوری بود که ایشون صحبت میکرد که یعنی قاطی اون جماعته، ولی از پشتش فیلم رد میشد، خیلی ساده میشد فهمید، یعنی حضور پیدا نمیکنن. شما تو همه اون زائرین کربلا که پیاده میرن نگاه کنید، یا خون پیدا نمیکنید. مردم عادی رو شستشوی مغزی میرن میفرستن اینجا دم خطر. به حال این حاج آقای عباسی چه تبلیغاتی میکرد، گریه ای میکرد، به مردم توصیه میکرد برید زیارت آقا در اربعین. این آقای عباسی در نقش یک گزارشگر ویژه میگیم، ولی با کمال حرامزادگی، نه این که بره در صحنه، از پشتش فیلم عبور این زبار میگذشت و این مثلا نشون میداد که یعنی اینم قاطی زباره، ولی دروغ میگن. هیچکی نمیره آخون جماعت، آخون نه کار میکنه، نه خودشو به خطر میدازه، نه جنگ میره، نه در اینجور مراسمی که خطرناکه شرکت میکنه، مردم رو پیش میفرستن. بعد تبلیغاتی میکرد که بله آقا شما نمیدونید چقدر در همین سفرهای اربعین رفتن از آقا شفا گرفتن. بعد داستان دو تا سنی مذهب رو مطرح میکرد که یکیشون چشمش نابینا بوده، رفته متوسل با آقا شده و آقا چشمش رو بینا کرده، یکی دیگه مرض دیگه ای داشته. بعد خودش هم توجیه میکرد، میگو بعضی هموطن ها میگن چرا پس ما میریم آقا حاجتمون رو نمیده. مردم بالاخره فکر میکنن، میگو بله، اولا که شاید صلاح نباشه، شما چیزی بخواید که آقا صلاح نمیدونه بهتون بده، بعدم آقا معمولا بیشتر به غریبه ها میرسه، خب به سنی ها بیشتر میرسه که جلبشون کنه بشیه. شما که آردی مثلا شیعه هستید و مختص آقا هستید، ایشون به غریبه ها اگه سنی ها رو شفا میده دردشون رو درمان میکنه، برای اینکه خب اونا رو جذب کنه دیگه، این دلیل از این قشنگتر میخواید؟ یعنی آقا غریبه ها رو بیشتر تحت. بعد یه چیز حیرت انگیزتر دیگری که در یکی دیگه از این کانال ها دیدیم، خیلی جالبه، یه آخوندی نشسته بود داستانی تعریف میکرد که روز قیامت، میدونید که وقتی شما شیعیان بعد از 120 سال اونجوری بکنیم که خدایی نکرده دور از جان زبانم داد چیز رحمت رو سر بکشید، پیاله رحمت رو سر بکشید در اون دنیا، بعد از اینکه حالا به حساب کتابتون رسید کردن، باید از پل صراط رد شید برید اون بر. پل صراط هم یه چیزیه از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، یعنی رد شدن از روش قهرمان آکروبات میخواد که رد بشه، حالا شما شاید بتونید رد شید. بعد میگم اینجوری نیست که برید زرتی بتونید از پل رد شید. کسانی که میخوان پر رچن باید جوازی از آقا علی ابن ابی طالب داشته باشند. بعد ظریفی سوال کرد که آقا مردم عادی؟ گو بله. گو پیغمبران چی؟ گو اونا باید داشته باشند. همه پیغمبرا از علی ابن ابی طالب یک سندی، مدرکی، چکی باید داشته باشند که ایشون تایید کرده باشه بتونن. گفت پیغمبران اولور ازم هم؟ گفت بله، عیسی، موسی، نوح، ابراهیم، اینا باید از آقا علی ابن ابی طالب سند داشته باشن. گفت حضرت ختمی مرتبت، محمد ابن عبدالله، پیغمبر اسلام، گفت ایشون هم باید داشته باشه. یعنی حساب بکنید که
پیغمبر اکرم هم برای رد شدن از پل سرات باید از علی ابن ابی طالب جواز داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید رئیس جمهور کشور آمریکا فکر کنید برای اینکه بره فرزنده ایالتی اجازهش رو باید از آبدارچی کاخ سفید بگیره، حالا یا مثلا از معاونش دیگه، حالا خیلی مقام آقا مولارم پایین نیاریم. باور کنید بهتون گفتیم ما توی خانواده مذهبی یه پدر شیعه متعصب زندگی کردیم، با خودمون دو سه شب پیش فکر میکردیم اگه بابا زنده بود اینا رو میشنید، این مزخرفاتی که این آخوند گفته و اونچنان توهین به پیغمبر اسلام کرده، یعنی پیغمبر هم برای رد شدن از سرات خود سرات نیاز به عید علی داره، یا خودش رو با کارت میزد یا میرفت آخونده رو میکش. باور کنید اینقدر یه حرف توهین آمیزه. منتها امروز برای اینکه این بزرگی علی رو جا بندازن، در بسیاری موارد حضرت علی رو بزرگتر از عرض می شود که پیغمبر جلوه میدن، با اینکه به ما اختار شده از مقامات بالا، از مقامات الهی که دیگه راجع به جبرئیل صحبت نکنیم، ولی بذاریم بگیم با جبرئیل اومد میوه بهشتی آورد. ما زبونمون حتی در مقابل دستگاه باری تعالی ما گاهی زبونمون اینطوری میگیم هر بارو برحال دم جبرئیل گم میوه بهشتی آورد. مطلب بعدی که این خیلی جالبه، باور کنید که برای خودمون خیلی حیرت انگیزه، یکی از این آخوندهای حکومتی نشسته بود، کلیپی دیدم ازش، میگفت پوشیدن شلوار رو به قبله مکروهه. یعنی شیعیان یادتون باشه، یعنی شما نمیتونید رو به قبله واسطید شلوار پاک کنید، مکروهه. میفرمود دستور داریم، دستور صریح داریم که بشینید شلوارتون رو پاتون کنید، اگه بایستید شلوار پاتون کنید باز حرامه. یادتون ببینید چقدر ما میریم تحقیق میکنیم و میخوایم که شما اقلا از نظر اسلامی و شیعی اطلاعات کافی داشته باشید. پس یادتون باشه اولا رو به قبله شلوار پا کردن حرامه، بعد ایستاده حرامه، باید بشینید شلوارتون پاتون کنید. میفرمود روایت صریح داریم که اگر کسی ایستاده شلوار رو بپوشه خداوند متعال او را به دردی دچار میکنه که دوا نداشته باشه. ببینید اسلام حتی برای شلوار پوشیدنتون هم قانون داره، مراعات کنید. ما خودمون میدونید چند بار واستادیم شلوار پاک کردیم و توجه هم نکردیم آیا رو به قبله ایم یا نه. خودمون دیگه دقت میکنیم، اولا بشینیم شلوارمون رو پامون کنیم. حالا نمیدونیم این شامل شورت هم میشه یا فقط شلوار روه یا زی شلواری، اینا رو دیگه آجاقا توضیح ندارم. برحال ما برای احتیاط شرط احتیاط رو به عمل میاریم و برای پوشیدن هر چیزی که بره به پامون و بره به اصطلاح اون مصالح اون بالا رو بخواد بپوشونه بشینیم نایستیم و بعد رو به قبله نباشیم. میگیم باید قدر ما رو به خدا بدونید. ببینید ما چقدر میریم مطالعه میکنیم و به معلومات اسلامی شما اضافه میکنیم، منتها کی قدر ما رو میدونه؟ همین سعید بهبانی مرتب به جان که اصلا باید اسم برنامه رو بذارید چی، درس های از اسلام یا درس های از تشیع. قسمتش همین، ما درستون میدیم، راهنماییتون میکنیم به فساد گرفتار نشید، کشیده نشید. بعدم راجع به این وقایع عاشورا اربعین که هست دارن میرن پیاده مسلمین، شیعیان مسلمین که نه، اولا میرونید اسلام فقط یعنی شیعه، از اون یک پوینت چند یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان، خب همه که مرخصن، همون 2300 میلیون شیعن که در نزد خداوند میگن، خود پیغمبر فرموده اسلام من به 73 فرقه یا 72 فرقه منشعب میشه، یکیش فقط اصل جنسه، بقیه فیکن به قول این کفار، یعنی قلابی هن.
خب اونم شیعه است دیگه. به حال به این شیعیان توصیه میکنیم یادشون باشه با توجه به اتفاقاتی که در منا و مکه افتاد، اون سقوط جر ثقیل و عرض میشود که پنکه سخفی و بعدم داستان منا که یه 7-8000 نفر زیر دست پا مجروح کشته شدن، لت و پار شدن، یادتون باشه دیگه. اون تشکیلات امنیتی خداوند متعال مثل که دوچار اشکال شده، یعنی احیانا میتونیم بگیم یه بلایی سرش اومده، مثل بلایی که سر ساواک اومد در آخرین روزای قدرت اعلیحضرت همایونی. از اون انسجام لازم افتاده، قدرتش کم شده. حتی در روایات هست ما شنیدیم که اون بیمه ابوالفضل هم دیگه زیاد قوی نیست. یعنی اگه شما فکر کنید ما خودمون رو به خدا میسپریم، شاید کدام نتونه براتون کاری کنه. اینایی که میرید اربعین، این تشکیلات یه خود دوچار اخلال شده، تشکیلات امنیتی خدا و دیدید که نمونه شد خداوند متعال نتونست اقداماتی بکنه اون گرسنگی نیفته یا آدم ها تو مینا کشته نشن. بعدم بیمه حضرت عباس قربونش برم، آقا امام بی دست، اونم دیگه نمیدونیم بیمه هور شکست شده یا سطح موجودیش اومده پایین، دیگه نمیتونه زیاد ساپورتتون کنه. برید دنبال یه خود مغز، یه خود دقت، حالا زیاد وارد این مسائل نشید، برای خودمون شر درست نکن. عرض به حضور بسیار محترمتون، اگر یادتون باشه ما در هفته پیش چند دقیقه‌ای صحبت کردیم راجع به یکی از شریفترین فرزندان میهنمون، یعنی دکتر سید حسین فاطمی، مشاور و وزیر امور خارجه زنده یاد دکتر مصدق. البته خیلی مختصر صحبت کردیم و گفتیم که این ایشون رو رژیم شاهنشاهی به فرمان اعلیحضرت همایونی اعدامش کردن، مریض و با تن تب داشت. دیدیم بعد از اون داستان یک روز جناب آقای ناصر امینی، این شخص محترمی که در اون تشکیلات نظام پادشاهی کار کرده، ژورنالیست بوده و حتی در خدمت اعلیحضرت همایونی هم سفرهایی رفته، خاطرات بسیار خوبی داره، پرداخت به سید حسین فاطمی و ماجرای بعد از 32. درود بر آقای امینی، حقایق بسیاری رو با توجه به اینکه به هر حال ایشون در اون نظام کار کرده ولی اینقدر منصف هست و اینقدر شریف این مرد که میاد حقایق رو با شما در میون میذاره. و بعد یه جمله ایش خیلی به ما چسبید، اونجا که میگه دادگاه دکتر مصدق و فاطمی خطای بزرگ سیاسی شاه بود. ما هم به این باور داریم، یعنی شاهنشاه آریامهر، که البته اون موقع هنوز آریامهر نبود در 32، بعد از اینکه قدرت رو در 32 به کمک اجامر و اوباش مثل شبون بیمخ و عرض میشود عرازل دیگه نصیری و غیروزالک در دست گرفت، تازید تا تونست، نیازی نبود تو مصدق رو محاکمه کنی، مردی که حداقل مورد احترام جامعه مردم بود، نیاز نبود دکتر فاطمی رو اعدام کنی. و این بزرگترین خطای سیاسی شاه بود. این جمله خیلی جالب بود. یکی دیگه هم جمله که بعضی از متفکرین میگن، میگن آقا نظام جمهوری اسلامی فرزند خلف حضرت آریامهره و این واقعیتی است. خود آن حضرت مرحوم آریامهر تاج و از سر برداشت، گذاشت سر حضرت امام راحل جیم، خودش کرد. به حال جناب امینی درود بر شما، برنامه شما رو دیدیم و بسیار لذت بردیم و درود بر همه کسانی که برای اون میهن کاری کرده، میکنن و خواهند کرد. سپاسگزاریم آقای امینی، برنامه بسیار جالبی بود. نمیگیم چون چیزایی که گفتن مورد نظر ما بود و ما دوست داشتیم، بسیاری برنامه هاشون رو تا اونجایی که فرصت کنیم، بسیار مرد محترمی هستن ایشون و برنامه‌شون جالبه. در روز جمعه 20 نوامبر، همین جمعه‌ای که گذشت،
اون احمد خاتمی هست امام جمعه موقت تهران، بهش میگن خرچنگ. قیافش اصلا یه جوریه که شما مثلا شب اگه بچهتون گریه کنه عکسش رو میتونید نشونش بدید ساکت بشه، اینقدر وحشتناکه. به هر حال ایشون در فرازی از خطبه نماز جمعه اظهار خوشحالی کرد از وقایعی که در پاریس اتفاق افتاده و منجر به قتل و جرح چند صد نفر انسان بیگناه شده. بعد ببینید این اظهار خوشحالی راجع به این فاجعه از یه همچین جانوری چیز غریبی نیست، منطقیه. یه همچین موجودی از این فاجعه باید ابراز خوشحالی بکنه. ولی اونجاش دردناکه که این به حساب ملت ایران گذاشته میشه. چون این در حال هرچی باشه یکی از اعوان انصار رژیمه و حرفاش مواضع رژیم شریف ناشریف جمهوری اسلامی تلقی میشه. این در دنیا بعد واقعا زشته برای ملت ایران که یک عضو دولتش که برای غربی ها میرونن ایشون سخنگوی دفتر رهبری یا بیت هست، بعد بیاد راجع به یه همچین واجعه یه همچین مزخرفاتی میگه و ابراز خوشحالی. در حال فقط تنها چیزی که میتونیم بهش بگیم یه خاک بر اون سرت، بیشتر از این که نمیتونیم بهش بگیم. بله اینم از این داستان. اجازه میخوایم از شما هموطنان نازنین یه 5-6 دقیقه باز بپردازیم به شهر خودمون مونرال. ممکنه برای هموطنانی که در سایر نقاط جهان غیر مونترال زندگی میکنن این داستان جذابیتی نداشته باشه، ولی حتما آموزنده هست. یعنی این وقایعی که اینجا اتفاق میفته ممکنه مشابهش در کشورهایی که شما زندگی میکنید هم باشه و یه هشداری است به هموطنان نازنین در مواجهه با بعضی از عرازل و اوباش. عرض به حضور محترمتون در مونرال خب چند تا نهاد اجتماعی هست. از جمله این نهادها یه چی جایی هست، یه تشکیلاتی نهادی هست به نام کافه خاطرات که یه ایرانی ها هر از گاهی اونجا جمع میشن. از جمله یه آقای هست، آقای محترمی به نام مهدی قفوری. این آقای مهدی قفوری مرد محترمی است، از مدرسین یکی از این مدارس عالی است در مونترال. بعض قضای روزگار ایشون برادر یکی از شریفترین و عزیزترین دوستای مام هست. مرد بسیار محترمی است. دو جلسه هم ظاهرا تو این مهمونی ها ما خدمت ایشون رسیدیم. این آقای غفوری هر از گاهی از یه ایرونی متشخص در مونترال دعوت میکنه بیاد در این کافه خاطرات، خاطرات زندگی سیاسی یا بیزینسی یا اجتماعی خودشو تعریف کنه. بنابراین هر از گاهی یک شخصی میاد که در مونترال آشنا هست، مردم میشناسنش و از ایشون دعوت میکنه بیاد اونجا خاطراتشو بده. در آخرین برنامه این کافه خاطرات آقای رحیمی از یک موجودی دعوت کرده که این داستان برای ما حیرت انگیزه، از کسی به نام بهرام ناصری که ما در جلسات گذشتم در چند برنامه به این موجود پلید کارا میگیم چرا پلید پرداختیم. این بهرام ناصری سالهاست در مونرال زندگی میکنه و مدیر و سردبیر و صاحب یک روزنامه است به نام بازار که ما بهش میگیم آزار. البته این روزنامه بازارم یک آگهی نامه است، مثلا 40 صفحه است، 38 صفحهش آگهیه، حالا یا 30 صفحهش آگهیه، بقیهش هم یه سری مطالب مزخرفی که در نهایت سعی میشه گوشه ای حتی به رژیم نزنه، این هم هست. و هر از گاهی هم یک سالنامه ای منتشر میکنه، یه از این چیزا هست، عرض میشه خدمتتون که راهنمای مشاغل، یعنی بیزینس های مختلف آدرس و شماره تلفن و نوع فعالیتشون رو میدن، این توی کتابی چاپ میکنه، اینو مجانی بین مردم پخش میکنه. ولی این آقای ناصری غیر از این کارهایی که میکنه بیزینس دیگری هم داره و اون بیزینس
و البته دو سه تا بیزینس دیگه داره، اسمش اینه که صراف هم هست، از اینایی هستن که شما پول بهش میدید میفرسته ایران یا از ایران تو میگیره اینجا تحویل میده، این کارم هست. منتها صراف خالی نیست، یعنی فقط صراف نیست، در همین بیزینس صرافی کار کلاه هم هست و دو نوع، هم کلاه میذاره هم بر میداره، یعنی فقط نه کلاه بذاره، هم کلاه میذاره هم بر میداره. و جراح هم هست، البته فقط گوش جراحی میکنه، یعنی گوش میبره، در قسمت های سایر قسمت ها جراح نیست، در جراحی گوش فقط استاده. داستانم به این ترتیبه که شما مثلا یه ایرانیه در به در آواره هستید، اومدید در مونرال، یه چند سالی زحمت کشیدید، کار کردید با فردگی مثل خود ما، با زحمت کارگری یه پولی جمع کردید، مثلا حالا میخواد $1,000 بفرستید ایران برای عمه جانتون، مثال میگیم، ما میرید پیش این آقا یا دیگران که تو این بیزنس، البته بگیم در مونرال صرافای بسیار شریف دیگری هستند که در نهایت امانت کار میکنن، مردم هم بهشون اعتبار دارن، دوستشون دارن، این یکی استثناست. طرف میره پیش آقای ناصری، آقا من $1,000 ببخشید میخوام برای عمه جانم بفرستم، بعد اینجا یه اشتباه پیش میاد، نه اینکه تقصیر آقای ناصری باشه ها، طرف میگه آقا این $1,000 بفرست برای عمه جانم، اون اشتباه میشنوه، فکر میکنه که یارو گفته بفرست برای عمه جانت، بعد من داره برای عمه جان خودش میفرست، بعد از فرداش یارو میشینه منتظر، هی زنگ میزنه عمه جان هزاری رسید، میگه نه، پس فردا عمه جان هزاری رسید، نه 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 نه، میره آقا پولم، آقا حالا میرسه گیر شده، تلفن قطع بوده، طرف ما اونجا نبوده، موضوع رو کش میده، بعد یارو بعد وقتم چیکار بکنه، دستش به جای بر نیست، بعدم بخواد بره شکایت کنه $2,000 بره به وکیل بده تا اون $1,000 زنده کنه. روایت هست، روایت معتبر، که این آقای محترم در طول سالها فعالیت در مونرال یه چیزی حدود 1,000,000 گوش مردم رو برده. مدارک کارهایی که ایشون کرده، اون چی که به دست ما رسیده، یه چیزی حدود نمیدونیم 50 صفحه است. اینا البته مدارکیه که از دادگاه گرفته شده، میدونید وقتی کسی خلاف این چنین میکنه، مدارک در مراجع قضایی هست و آبی که همه میتونن برن بگیرن، در روش هم یه نامه هست از هموطنانی که اینجوری مورد اجحاف این مومن قرار گرفتن، منتها چون این انقدر ارزش نداره ما اینو تو کیسه زباله ریختیم، پروندهش توی کیسه زباله است. به هر حال یه همچین آدم مفسدی رو آقای رحیمی، شای آقای عرض میشود همین مهدی قفوری دعوت کرده که آقا تو بیا خاطرات تو تعریف، ایشون هم رفته اونجا و راوی تعریف میکرد که اومد و داد سخن داد و راجع به فعالیت های اقتصادی خودش صحبت. حالا یارو تحت تعقیبه، یعنی یه عده ایرانی دنبالشن، پولای اینا رو خورده. در این که آقای قفوری کار درستی میکنه، عده ایرانی رو میاره اونجا و از اینا میخواد خاطراتشون رو بگن، حرفی نیست، ولی اووردن این آدم، آقای قفوری شما میدونید این کیه؟ تا اینجاش هم میگیم حتما آقای قفوری نازنی نمیدونسته، اینم میتونید بگید، ولی درد ما کجاست؟ به هر حال چند نفر رفتن از دوستان ما در اون جلسه شرکت کردن، حیرت انگیزه برای ما که تو اون جمع از این خیل ایرانیانی که توسط او گزیده شدن یه دونه نرفته بره اونجا یقش رو بگیره بگه آقا پول من چی شد. شما ایرانی ها پشت سر زیاد حرف میدنیم، استثنایی ما، استثنایی ما خرید، ولی جلوی یارو بابا بنامی شدید، شما که پولاتون رو این خورده، میرفتید اونجا تو همون جلسه چند تا ایرانی نشسته و آقا بیا پایین، تو پول مردم رو گرفتی بفرستی نفرستادی، البته در مراجع قضایی پرونده داره، حکم داره ها، اینا رو ما داریم مدارک، آقای ناصری هر آقای زر کنی اینجا مدارک تو میخونیم پای تلفن برای پای تلویزیون برای مردم. تا اینجاشم با زیاد دردناک نیست، جای دردناک کجاست؟
جای دردناک اینجاست که دوست شریف ما آقای محمد رحیمیان که او هم یک نشریه دیگه به نام پیوند که میدونید ما یه مدت باش کار میکردیم و دوست صمیمیمونه، یادتون باشه رحیمیان الان هم محمد رحیمیان سرپرست و سردبیر پیوند از دوستان صمیمی ماست، ولی ما چون سگ نازی‌آبادیم وقتی مصالح میهن و مردم پیش بیاد دوست و دشمن نمیشناسیم. رحیمیان حالا به تو میخوایم بگیم که تو هم بلند شدی رفتی در اون جلسه رابی روایت میکرد، نشستی به فرمایشات آقای ناصری گوش دادی، به خصوص چند بارم نام تو رو آورد و جناب رحیمیان همکار ما، باید شرم کنی از اینکه ناصری تو رو همکار صدا میکنه. تو همکار ناصری هستی؟ تو هم کلاهبرداری که نیستی؟ که ما که تو رو میشناسیم، تو که تو کار ارز نبودی، تو که تو کار گوشواری مردم نبودی، یه زندگی معمولی داری و یه نشریه داری و با خودت داری کلنجار میری با اون کار، تو هم برنشی بری اونجا بعد در مقابل اون هیچ اعتراضی نکنی، هیچی نگی، برنشی شدی رایی میاد بگوی آقای ناصری پول مردم رو چرا خوردی پس نداری، با آقای قفوری میگفتی آقای قفوری اینو با سی آوردی، حالا آوردیش بگو صحبت کنه راجب اتهاماتی که بهش میزنن مردم، راجب احکامی که از مراجع قضایی اینجا بر علیهش هست، راجب نامه‌ای که کسانی که مورد سوء استفاده و کلاهبرداری قرار گرفتن اعتراض کردن، راجب اینا مرد بزن ناصری. بعد باز از این دردناکتر، از این دردناکتر آقای رحیمیان در اولین شماره بعد از این فاجعه در نشریه‌اش پیوند ببینید چی نوشته. رحیمیان واقعا باعث شرمه برای ما به عنوان یه دوست تو. ببینید راجع به این برنامه و ناصری چی نوشته. کاف خاطرات: جامعه بشری همواره در جستجوی ابزاری برای شناخت و تعریف هویت خود میباشد. داره از کاف خاطرات میگه، تا اینجاش مسئله ای نیست، که خاطرات مشترک اعضای آنها یکی از این ابزارهاست. با توجه به روابط دو جانبه خاطرات فردی و جمعی، تبادل بین آنها یکی از راه‌های به وجود آوردن خاطرات مشترک و نگهداری از آن است. خاطرات مشترک در تبیین و تداوم هویت نقش اساسی دارند و این نقش در جوامع پویا و به خصوص مهاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است و می تواند شکاف بین نسل ها را پر کند و ضامن هویتی مداوم و پویا باشد. بدین ترتیب هدف اصلی کاف خاطرات ایجاد فضایی است برای تبادل خاطرات فردی و مشترک جامعه ایرانی مندرار که در نهایت منجر به تبیین و تربیت هویت آن گردد. اونا پدرت هم بیامرزه، اینا هیچ حرفی درش نیست. درسته، کاف خاطرات کارش درسته، تو کارت درسته، تعریف کردیم، ما باید خاطراتمون رو بیاییم برای هم تعریف کنیم، باعث انسجام بشیم، همه اینا درست. اما در قسمت بعدی تیتر اینه: مهمان این جلسه آقای بهرام ناصری. یعنی اون کلاهبرداره ها، همونی که تحت تعقیب بوده مدتی. از این تحت تعقیب ها خیلی جاها داریم، تو لس آنجلس شما هم داریم، یه بارم نام بریم آقای دکتره هست که دکتره آوردن آدم ها از ایران بود، چی میگیم کار ایمیگریشن. اما راجب آقای ناصری، کاف خاطره این بار میزبان آقای بهرام ناصری، یکی از اعضای با سابقه و فعال کامیونیتی ایرانیان مونتریال است. رحیمیان نوشته، رحیمیان شرم کن، خجالت بکش رحیمیان. این مدارک رو روزی که برای ما رسید اول آوردیم به تو نشون دادیم، خوندی دست گفت اینا رو به من نشون نده، من نمیتونم اینا رو چاپ کنم. خب میدونی نمیتونی چاپ کنی، پس دیگه نرو آشش رو هم بزن رحیمیان، محمد با تو هم. بله، بهنام ناصری در کنار کارهای اقتصادی خود در جامعه ایرانی مونتریال در رابطه با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی من جمله در کانون ایرانیان کبک نیز شرکت داشته و فعال بوده است. بهنام ناصری ناشر ماهنامه بازار
و راهنمای مشاغل و نیازمندی های کامیونیتی ایرانیان مطیار می باشد. لعنیانه ای تو نمیدونی ناصری چی کار است؟ تو نمیدونی ناصری کلا برداره؟ تو نمیدونی ناصری پرونده داره در مراجع قضایی مونیال؟ تو نمیشناسی آدمایی که عشق میریزن که سرناسششون این خورده پس نداده؟ البته در زن بگیم آقای ناصری بهرام ناصری، نه که فکر کنید ناتو نوتا خیلی شیک و ترتمیز و کرواتی و خوشگل و یه نیم تونم وزن داره و بعد در سوادش در حال سردبیر یه نشتی هست، نشتی آزار، ببرکیم آزار در سوادش همین بس. ما مدارکش رو داریم، ما این آرشیو ما اون شماره هایی که اینایی که میگیم توشه هست، داریمش. آقا انقدر این در سواد در درجه بالاییه که سوسکو با سات مینویسه سه تا نقطه روش میکاره، داریم مدارکش رو داریم. رحیمیان تو نمیگیم میومدی تو نشریات، خب به هر حال میدونیم که هم مشکل داری سو میشی، اینا رو میدونیم، ولی میتونستی حداقل دیگه نمالی این جسومه فساد رو، نیاری اینجوری رنگش کنی، تحویل جامعه بدی. شرم کن محمد رحیمیان، شرم کن. طبقه نداری مینوشتی که ایشون کلا کار جرای گوشه، کلا میذاره ور میداره، پول مردم رو میگیره نمیده، از اون ور پول میگیره اینجا به طرف تحویل نمیده، اینا رو خب میدونیم تا نمیتونستی بنویسی، ولی حداقل میتونستی اینقدر گندش نکنی متک دزد کلاه بردار رو و بی سواد رو. تو شرم نمی کنی تو اون جلسه پشت تریبون میگه محمد رحیمیان همکار ما، تو همکار اونی؟ تو هم دزدی؟ تو هم کلاه برداری محمد؟ نیستی؟ میدونیم تو نیستی. محمد شرم کن، شرم کن. در برنامه بعده، در شماره بعده بنویس ما اینا رو تو میهن تیوی گفتیم، ما پاش واستادیم، ما از هیچ کس نمیترسیم، نه از تو، نه از اون ناصری، نه از لش و لوش های مونتریال، ما که میدونیم پاک باخته ایم. نکنید با مردم، با هم میهنتون نکنید این کارو. محمد وقتی یارو کلا مردم ورشته مردم دنبالشن، تو میای اینجوری. خب حداقل این هموطنای تازه وارد میخونن آقای ناصری در کار عرض فردا میرن کلا اینا رو برمیداره. ای داد چقدر ما با رد دست همین دوستان خودمون حرص بخوریم. حالا دشمنان سعدی از دست دوستان فریاد بگذاریم. اینجا این کارو با مردم میکنن، اون برا ببینید. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا در رژیم خبیث جمهوری اسلامی، هم گفتیم رژیم شریف، یه دوستی زنگ زد آقا کجا این شریفه، گفتیم ببخشید میگیم خبیثی دار. معاون ستاد مبارزه با کالا، ستاد مبارزه با کالا، با قاچاق کالا، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا در رژیم خبیث جمهوری اسلامی به شکست طرح جمع آوری ماهواره اعتراف کرد. یعنی فهمیدن فایده نداره، هرچی جمع میکنن یارو فردا میره میخره. حالا چی شده؟ خودشون نشستن محاسبه کردن، زیر رو کردن، اعلام میکنن 60% مردم از ماهواره استفاده میکنن. البته این آمار مال قبله، حالا بیشترم شده 60%. 60% مردم یا بیشتر از ماهواره استفاده میکنن. اعلام کردن انبارهای صدای سیما پر شده از ماهوارهای توقیف شده. یعنی هی ماهواره توقیف کردن، بردن صدا سیما تحویل دادن، چیدن تو انبار، پر شده انباره. حالا ما یه طرح انقلابی داریم، میدونید ما برای هر چیزی چاره داریم، ببخشید، برای هر درد درمان رژیم خبیث جمهوری اسلامی یه چاره هم میدیم، ما راه حل نشون میدیم. پیشنهاد میکنیم بیاین یه کار انقلابی کنیم، این انبارا رو یه چند نفر بذارید، اینو ماهواره رو از انبار درارید، ترتمیز کنید، مرتب کنید، به مردم بفروشید. خب یه پول عظیمی هم گیرتون میاد، برای یه دم کار درست میشه دیگه. خب یکی میخواد تمیز کنه بیاره بفروشه،
ببره تحویل بده. وقتی فروختید دوباره نیروی انتظامی رو بفرستید جمع کنید. خب حالا اینجا دوباره یه سری کار ایجاد میشه. یه سری دوباره مامورین انتظامی میرن مردم رو آزار میدن، این ماهواره تازه خریده شده رو هم جمع میکنن دوباره میارن. اینو هی ادامه بدید، هی جمع کنید، هی جمع بپوشید، هی جمع کنید، هی بپوشید. هم کار تولید میشه، هم پول به دست میاد. خب هم یه سری بیکاره که لجاره که اونجا تو نیروی انتظامی هستن، کارشون جز آزار مردم چیزی نیست. تمرین هم میکنن، از دیوار میرن بالا با جرثقیل، با تناب. ماهواره یارو میارن پایین، میبرن تعبیر صدا سیما میدن، دوباره اونا رو مرتب کنید، دوباره بفروشید، دوباره جمع کنید، دوباره بفروشید. هم بیزینس، هم پول، هم کار تولید میشه. از این انقلابی تر میخواید؟ اما این هموطن شریف جدیدمون که ما باش از طریق مقالاتش آشنا شدیم، یعنی عبید سنخوزانی، درود بر عبید، درود بر تو عبید. باز همین هفته یک مطلب از ایشون در اون قسمت مقالات میهن تیوی خوندیم. میدونید ما مشتری میهن تیوی، البته مشتری همه تلویزیون هست، از تلویزیون شیعه و سنی و عرض میشود که کافر و ملحد و مسیحی و یهودی بگیر تا میهن تیوی، همه جا ما بالاخره نگاه. بله، مقاله خوندیم از عبید نازنین تحت عنوان می بخور منبر بسوزان مردم آزاری بکن. میدونید که این شعر اصلش اینه که می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن. عبید معتقده نه، این اصلش بکنه، می بخور منبر بسوزان مردم آزاری هم بکن. مطلب بسیار جالبه، قلم عبید طنزآلود و بسیار زیباست. برید بخونید این مطلب رو در قسمت مقالات این هفته میهن تیوی. در حال درود میفرستیم بر عبید، عبید نازنین، نامش هم خیلی دوست داریم، عبید سنخوزانی مترادف با عبید زاکانی. ایشون احتمالا اهل سنخوزه هست که خودش رو سنخوزانی خطاب میکنه. در حال درود بر عبید هم باد. عرض به حضورتون، من خبر بعدی این که محمد محسن مهاجرانی، پسر عطاالله مهاجرانی، اون یارو بود که وزیر اطلاعات چیزی ارشاد اسلامی خاتمی بود، همون بیورزه خاتمی بیورزه مخلوطه منحط، محمد محسن اسم رو بود، محمد محسن مهاجرانی پسر عطاالله مهاجرانی، در ارتباط با گم شدن یا دزدیده شدن دکل نفتی 87 میلیون دلاری بازداشت شد. یعنی آقا رو به جرم دکل دزدی، یعنی شرکت در داستان دکل دزدی، بازداشت کردنش. آقای فرزند برومند آقای عرض می شود مهاجرانی رو. از این خودش، از این خود پسر آقا محمد، آقازاده محمد محسن خان، بگیم آقا چقدر شما طمع دارید. تو که بعض خودت خوبه، بعض بابات هم خوبه. چند وقت پیش بابات هم رفت یه جاهای اون شاه عربستان و مالی، پول تحصیلت هم از عربا گرفت دیگه. شما برای چی؟ آقا طمع چقدر میخوایید زندگی کنید؟ چقدر نیاز دارید بخورید؟ چرا اینقدر رزلید شما ها؟ داری به اندازه کافی؟ خرج تحصیل تو $100,000 ظاهراً عربستان سعودی داد برای خرج تحصیل آقازاده، همونو بخورید دیگه. دیگه مردم رو نچاپید، دهکن رو میدازن تو هم میدی شرکت میکنی. حالا گرفتنش البته احتمالا کارش ندارن، ولش میکنن، حالا یه مدت نگرش میدارن. شاید هم احیانا علت بازداشتش این بوده که حق سایرین رو نداده. آخه اینجوری نیست که آقازاده تو بگیری خودت بخوری، باید حق دیگران هم میدادی، شاید علتش این بوده. مطلب بعدی سوال از شما هموطنان میکنیم. این همه راجع به داعش سوال میکنن. میدونید که داعش بسیاری مناطق رو در منطقه تسخیر کرده، از جمله مناطق نفتی رو، چاهای نفت در اختیارشه. میگن این نفت رو میفروشه، به کی میفروشه؟ سوال اینه کی خریدار این نفته؟ اما چطور ارزون میده مشتری هم خوب داره، $5 ظاهرا مشتری $5 میده، ولی سوال اینه کی میخره؟ مثلا عمه جان ما میتونه بره بخره یا نه همین گردن کلفتا میخرن؟ خب حساب کنید دیگه، نفت رو یه دولت قدر قدرت باید بخره، به هر عمه جان ما که نمیفروشن. و
سرم یه سری هم اینا راست میگن، گاهی حالا میگن که نه اینا فکرهای دایگان ناپلونیه، نه واقعا گاهی هم درسته. وقتی این مسئله آقای پوتین رو مطرح کردیم که بعضیا گفتن تو اون قرآنه ممکنه یه چیپسی چیزی باشه حرفای بیتو و حضرت رهبر رو ضبط کنن، یکی موقع گفت تو هم که تئوری توتئی هستی و دایی جان ناپلئونی فکر میکنی. به حال اون که دیگه دایی جان ناپلئونی نیست، این نفت رو یه دوسر قافی میخره دیگه، چی میخره پول به اینا میده اینا. بعد اون تویوتا ها رو کی، یه فیلم دیدیم احتمالا شما میگید فوتوشاپ شاید باشه، یه چند دستگاه تویوتا ها، این تویوتا های نو که دایش استفاده میکنه، داشت میرفت یه هلیکوپترش کبرای آمریکایی هم اسکورتشون. چجوریه داستان چجوریه؟ فقط سوال میکنم. دفعه پیش راجع به شخصیت برجسته ژورنالیست صحبت کردیم، یعنی محمد حسن این هیکر، سردبیر سابق روزنامه الاحرام. یادمون رفت یه جمله رو بگیم، اجازه بدید اینم اضافه کنیم. میگن ما شنیدیم در صحت صحبش مطمئن نیستیم، میگن یه بار از هیکر پرسیدند، آدم فاضلیست، با ثبات، با معلومات، جورنالیست قدیمی، چند بکنید که 90 سالش میشه، ازش میپرسن که آقا چطوره که شما مصری ها بعد از هجوم عرب زبانتونم عوض شد؟ و زبانشون عربی نبود دیگه، بعد حمله عرب زبانشون عرب، حالا دینشون که عوض شد چی، زبان باستانیشون هم عوض شد، عربی شد. برای ما ایرانی ها زبان فارسی برامون زنده بود. گفت چون ما فردوسی نداشتیم. حالا شاید این یه خورده قلوب هست، عوامل دیگری هم در این رابطه دخیل بوده، ولی خب هست داستان که چیز دروغی نیست. گفت چون ما فردوسی نداشتیم. درود بر هیکل و درود بر فردوسی و هر دوش. جلل خالق، جلل خالق، این جلل خالق و مسلمین و شیعیان وقتی میگن که از یه چیزی تعجب کنن، آقا دوره آخر زمان شده، همه چی به هم ریخته. حالا توضیح بدیم براتون. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اعلام کرد کلیسا دیگر به جهنمی که انسانها در آن وجد بکشند اعتقاد ندارد. یعنی جناب پاپ جهنم رو نفی کرده. خیلی حرف بزرگی ها، دوره آخر زمان واقعا اگه اینجوری جلو بره، احیانا تا چند وقت دیگه مثلا ازدواج های پاپ هم حلال میشه، شاید اون بیناموسکاری های هم که تو بعدی مدرسه کلیسا ها تو امریکا کردن، بعد گرفتن یه دک کشیش و شاید اونم پاپ حلال کنه. گفتن وقتی حضرت امام راحل ظهور کرد، خب شطرنج حرام بود، ماهی اوزون برون حرام بود، خاویار حرام بود، اینا کم کم به تدریج حلال شد. نه پیشرفته دیگه. ولی واقعا حیرت انگیزه وقتی که این آقای هاپ حلال کنه، عرض می شود که چی، نفت کنه جهنم رو و بگه جهنم باور نداره. خیلی حرف مثل یه آخوند شیعه بیاد بگه امام زمان مزخرفه، دروغه. این یه همچون سطحیه ها، فکر سطح. این زن انتحاری موبور بلوند به نام حسن بلحسن 26 ساله، این بعد عاقبت مدیر یه شرکت ساختمانی بوده در شمال پاریس که در حمله پلیس در هفته گذشته خودش رو منفجر کرد. بعد وقتی پلیس حمله میکنه به اون چیز، به اون خونه، حالا دستت بالا فلان، یا بعد میگه دوست پسرت کجاست، به خانوم آی بر میخوره. دوست پسرم نیست، شوهرمه، فرق میکنه ها. بعد مثل که پسر داییش، پسرم موشه، کسیش هم بوده. بعد حالا اون خانوم خودش منفجر میکنه. بعد حالا حرفایی شد که نه اون نکرده، کسی منفجر کرده. بعد حالا داستان این قضیه هم احتمالا ادامه. من خیلی جالبه برای ما زنی، حالا از اصلیت الجزایری هرچی، بیاد در پاریس زندگی مرفه داشته باشه، رئیس یا
یه شرکت ساختمانی باشه، مدیر شرکت ساختمانی باشه در شمال پلیس، حتما پول خوبی هم به دست آورده. بعد یه اوقاتی اینا باشه، بره خودشو منفجر کنه، اسلحه دست بگیره، همسایه هاشو بکشه، مثل که ما اینو همسایه اسلحه دست بگیریم همسایه بغلی، بعد وقت بعد عاقبت رو بکشیم. چراغ واسه چی؟ این جز این که از صبح در خونه میریم بیرون ما رو میبینه سلام علیک میکنه، همون پرسی میکنه جز این چی کار دیگه میکنه؟ جامعه متمدن باید قاطی بشیم، مثل اینا سعی کنیم آدم بشیم و زندگی کنیم، آروم باشیم. حالا اسلام خیلی کی بود صبح صحبت میکرد بود چه آبروی از اسلام را نوشی سنی همه چیش بردید، بعد نام کردید اسلام را در یعنی یارو تا هواپیما میخواد بشینه کس قیافش مثل ما باشه ترس داره میدرسه. شهیدی دکتر هم که آقا به اعتقادات مذهبی مردم توهین نکنید. سوالمون اینه، این یارو همین بوالحسن، حسن بوالحسن، این با اعتقاد مذهبیش رفته خودشو منفجر کرده، چند نفرم کشته، به این باید توهین نکنیم؟ به این احترام بذاریم؟ یا به اونایی که پیاده دارن میرن کربلا به اونا احترام بذاریم؟ احترام بذاریم آقا تو داری میری کربلا؟ نه البته میخواد بره مسئله خودشه، ولی به این اعتقاد باید احترام گذاشت. کسی یه ما کار و زندگی رو ول کنه پاش پیاده از همدان گفتیم یا از اهواز یا از مشهد بره کربلا و دنبال این باشه اونجا یه مزدی هم بهش بدن، مزد معنوی البته، مزد الهی، به این اعتقاد باید احترام گذاشت. یا حتما این عکس رو همه تون دیدید، یکی از اسرائیلی، یکی از این اسرائیلی های ارتودکس متعصب تو هواپیما نشسته بود، یه پلاستیک سر خودش کشیده بود که تنش به تن غیر یهودی نخوره چون حرامه. نه چیز مسخره، به اون باید احترام بذاریم، به اعتقاد اون احترام بذاریم، به اعتقاد اون مسیحیه که توی کلیسا توی این فیلم ها باید دیده باشید که شیشه میاد دست میذاره اون سر یارو هولش میده، یارو میفته میگیرنش، بعد عصا زیر بغلش بلند میشه عصا رو میندازه میدوه، اون باید احترام بذاریم. اون کشیش حق باز به سینه زدن و زنجیر زدن و قمه زدن باید احترام بذاریم. به اونی که در هند آلت تناسلی مرد و اینا پرستش میکنن به اون، به اعتقاد اون باید احترام بذاریم. به اون که گابو میپرسته میره شاش گابو مینوشه به اون باید احترام بذاریم. باید راجع به این مسائل حرف زد. حالا هر که خواست گوش بده نده مسئله خودشه. به کی باید؟ به اینا اعتقاد مذهبی قابل احترامه؟ به خود شخص مخلصشون هستیم، خود وجود نازنین انسان احترام میذاریم، اما نه به اعتقاد. اعتقاداتت مال خودت. یه دوستی حالا میگن هی حرف تو حرف پیش میاد، ما رفاقتی داریم با یک نازنینی که خب اعتقاد مذهبیش مثلا 180 درجه با ما اختلاف داره. بعد یه دوست مشترکی راجع به اعتقادات او انتقاد میکرد، بعد به ما میگفت تو که اینقدر ادعا میکنی چرا مثلا به اون هیچی نمیگی؟ من چی بهش میگم؟ اعتقادشه، اعتقادش مال خودشه. من به شخص خودش به عنوان دوست نازنین و به خاطر انسانیتش، جنبه های انسانیش احترام میذارم، به اعتقادش من کاری کنم. اعتقادش محترم برای خودش، برای خودش من به اعتقادش کاری ندارم، به وجود نازنین خودش احترام میذارم. یه خبر دیگه براتون داریم، تیترش هست آخوند پلید داعشی گفته که حادثه فرانسه ساخته. میدونید این خبر که این داستان که عرض میشود میگن نمیدونم این داستان 11 سپتامبر خود آمریکایی‌ها به وجود آوردند یا الان هم زمزمه های اینا، البته از آتش گور جمهوری اسلامی یا مشابهاتش کنن میشه که میگن پاریس و خور فرانسوی ها این چیزا رو، نه این که مثلا اینا باعث این کار شدن چون اقداماتی در سایر کشورهای دیگه، نه نه، میگن اصلا خودشون اینا رو
پول دادن گفتن بیاین مردم ما رو بکشن. آخوند پلید داعشی فرموده حادثه فرانسه ساخته کیست. فرمانده قرارگاه بصیرتی عمار، خب معلومه کیه دیگه، شناخته، گفته که حادثه تروریستی فرانسه را ساختگی خواند. فرمانده قرارگاه بصیرتی عمار حادثه تروریستی فرانسه را ساختگی خواند و گفت آیا در دنیا مبارزه با تروریسم را پخش مستقیم انجام می‌دهند؟ این امر نشان می‌دهد که اینها یک بازی است. به گزارش میگه پخش مستقیم، فکر می‌کنه هم وقتی تروریستا داشتن اون کارو میکردن تلویزیون بوده پخش مستقیم. نه گوسی جان، این به واسطه دوربینا ضبط شده، خب بعد اینا اونا رو پخش کردن. ابله. به گزارش خبرگزاری پارس فارس از سومن، حجت الاسلام مهدی طائب، خب معلومه که، گفت امسال در خانه کعبه یک دکر سقوط کرد و 1000 نفر کشته شدند و در فاجعه منا هزاران نفر جان باختند، اما صدای کسی در نیامد. اما برای فرانسه این هجمه ها بر مسلمانان وارد شد. آقا اونجا که باعثش مسلمانان بودن، چرا؟ گفتن شما گوش کرت نشنید، گفتن انتقاد کردند. خود شما که از همه انتقاد کنندگان در صفحه اول تر بودید که آقای حاج آقا. به حادثه تروریستی فرانسه را ساختگی خواند و یادآور شد آیا سازمان اطلاعاتی فرانسه تا این حد ضعیف است و آیا در دنیا مبارزه با تروریست را پخش مستقیم انجام می‌دهند و این امر نشان می‌دهد که اینها یک بازی است. فرمانده قرارگاه عمار در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد امام ره هدف از قیام خود را برچیده شدن بساط طاغوت استقرار جمهوری اسلامی و دادن پرچم اسلام به امام عصر عج اعلام کرد. امام عصر که فیلن تشنه بودن، پرچم همچنان دست استری آقاست تا تقدیم کنن به امام عج. به مسئولیت نظام اسلامی را زمین سازی ظهور امام زمان خوب کردن. اصلا در روایات هست آقا وقتی ظهور میکنه که دنیا پر از جنایت و ظلم و فساد بشه و الان در کم کم به اونجا رسیده، کشتن روزی 10 نفر عرض میشود، ضرب و شتم مردم، فقر مردم، به فحشا کشیدن زنان و پسران و دختران، اینا همه زمینه سازه، اینا هم همین کارا رو میکنن. آقا ظهور به مسئولیت نظام اسلامی را زمین سازی ظهور امام زمان عجم عنوان کرد و یادآور شد برای این امر باید اسرائیل از روی زمین حذف شود. بخور تا بیارند برات آقا. اسرائیل فعلا که روی زمین حذف نشده و فکر نمی‌کنیم که با این مزخرفاتی که شما بگید هم حذف بشه. بگذاریم این داستان تلویزیون های فارسی زبان خارج کشور، اندیشه و ایران آریایی و پارس و کانال وان و ایکس و ایگرگ و زد و همین چپخیز و اینا رو که بارها راجع به این صحبت کرد. گفتیم براتون که روز یه شنبه گذشته آقای وطنخوار رئیس تلویزیون ایران آریایی یه بخشنامه صادر کرد که سکوت کامل، دیگه نه برنامه باشه از فردا، نه کلیپ پخش کنید، نه موزیک پخش کنید، فقط راجع به کمک به تلویزیون ایران آریایی و این قضیه قرار بود برای یه هفته در روز ادامه داشته باشه، ولی مثل که ظاهرن اون دوابی که اونجا میچرند حریف آقای وطنخوار شدن و پنجشنبه صبح زبان باز شد آقای کوروش رادمنه، مثل که همه رو اون سلول هنگ و دکتر کیه آقای دکتر چیزه گفتیم که کار ایمیگریشن میکرد، دکتر حبیبی و اینا رو حریف شد، یا اون پیر مرد بند بخته پهلوان نایب، ولی حریف این دوتا اراذل نشد، حریف سعید شمیرانی و عرض می شود کوروش رادمنش نشد. اینا اومدن و برنامه شروع کردن و بلبلی ها شروع شد و ولی خود آقای وطنخوار
یه سیر سینوسی داره، یه منحنی سینوسی داره کارش. وقتی که دخی رو بیرون کرد خیلی گردن کلفتی میکرد، بعد دخی رفت سوش کرد اومد پایین، بعد دوباره باز بلدرم بلدرم میکرد تا دخی برد دادگاه رو برد. وقتی دخی دادگاه رو برد این باز کوتاه اومد، گفتیم میمدیم که آقا راجع به دخی خانم صحبت نکنیم، ایشون هم خیلی مبارز بوده. اینا هی سعی میکردن که دخیه رو یه جوری ازش دلجویی کنن، شاید ببخشه بگذره یا کوتاه بیاد یا به کمتر راضی بشه، اینا بتونن یه جوری دووم بیارن. ولی مثل که دخی خانم زیر بار نرفت، دوباره شروع کرد حمله کردن به دخی. و جمعه پنجشنبه بود، جمعه بود، یه $30,000 مردم داده بودن برای کار دادگاهش. اونم اومد گفت نه اصلا نمیدیم، اونم از مبلغ زیر تلویزیون کم کرد و اینم اصلا مال تلویزیون بوده و حالا هر مثلا البته به تعبیر ماست این جمله نیست، بر هر غلطی میخوای دخی خانم بکن ما نمیدیم. ما تحلیلمون این بود که احتمالاً رندوم بهش رسوندن که آقا این دخی خانم رفته تلویزیون رو سو کرده، ظاهرا نمیتونن به اون دکه و دستگاه تو و اون خونت و اینا کاری داشته باشن، میان تلویزیون رو میخوان توقیف کنن و تو الان بهترین موقع است که از این یه بهره‌برداری تبلیغاتی بکنی. نشسته بود وا حسینا وا تلویزیونا، بله مردم ببینید تلویزیون رو سو کرده، همین روزا باید بیاد این دوربین و کامپیوتر هم جمع کنه ببره، پس اگر اینجا قطع بشه دخی خانم کرده. یعنی دخی رو در مقابل مردم و مردم رو در داخل مقابل دخی قرار داد و اینجور عنوان میکنه که اینجا اگه بسته بشه دخی خانم بسته، پس مبارزات قطع میشه. گفت آقای شمیرانی کجا بره؟ آقای شمیرانی رو که جای راش نمیدن، آقای رافتیه کروش رادمنش، آقای حقیقی پهلمون نایب کجا بره؟ اونه که جایی راشته بوده. خانم مهران ملکی اون تاریک نگار برجسته کجا بره؟ برحالانه این نقش رو بازی میکنه، یعنی با رضالت تموم بذارید بگیم داره یه جوری اونو که تیز حمله رو از طرف مردم به طرف دخی پرتاب میکنه که اگه بسته شد تقصیر دخیه. گفتیم براتون در هفته پیشم گفتیم باید حرفای هر دو طرف رو گوش کرد. حالا این یه کار دیگه هم میکنه، میاد اونجا میشینه همه مطالب رو به روایت خودش میگه، ولی به دخی اجازه نمیده بیاد جواب بده. شنیدیم که دخی هم گفت آقا بذار من پول عیده تو بدم یا جواب تو بدم. گفتیم آقا نمیشه که. بنابراین ببینیم حالا دخی خانم چه احاد. باعث شرمه که شما دو نفر، هم تو آقای وطنخوار هم خانم دخی، شما که ادعای مبارزه میکنید و آریایی میدونید خودتون، ها فعلا به هم پرداختید، به هم سرکله هم میدونید. اما نمیشه که ما برنامه داشته باشیم از جناب سرلوله هنگ آریا باقری صحبت نکنیم. جناب سرلوله هنگ چهارشنبه 18 چهارشنبه گذشته برنامه داشت، خب آقای وطنخوار هم گفته بود باید سکوت باشه، کسی رو نیارید، کاری نکنید. اومد و نشست و چی بگه؟ اون که نه شعور داره نه سواد داره، اگه قرار نشه که کلیپ پخش کنه و مزخرف بگه و فوش به مشیری و مصدق و چهار تا آدم حسابی دیگه بده، پس چی کار بکنه؟ کار دیگه بلد نیست. به هر حال یه خورده حوله رفت به قول هموطنان نازنین اسمانی و از این بر اون ور گفت و که کتاب میخوام بفروشم و اینا. بر گفتش که قراره که آقای قوی دل بیاد. آقای قوی دل هم مثل که قالش گذاشت تا آخر برنامه، هم برنامه تموم شد نیومد. و یعنی گفتیم دفعه پیش قوی دل و هومر و اینا، اینا آدم حساب نمی کنن. شاید هم گفتیم که اصل شهر برید پیش این بشید، سواد داره نه شعور داره. ولی خیلی جالبه. بعد دیروزم یه 1:20 طبق معمول دوشنبه برنامه داشت، باور کنیم نشستیم شما بگید یک کلمه حرف حساب، یا باشی لجاره های ماده اومدن باز به مشیری توهین کردن، فوش دادن و خود اینو گندش کردن و... یعنی از این 1:20 چیزی به درد نمیخوره کسی گوش بده، که نه به درد دنیات بخوره نه به درد آخرت. فقط در اون برنامه چهارشنبه گذشته یه چیزی گفت نهایت حماقتش رو نشون میداد، اومد باز به یه سریا توهین کرد و
بعد این جملهش خیلی جالب بود، گفت کسانی مثل نوری علا و تریتا پارسی، دکتر اسماعیل نوری علا و تریتا پارسی، اینا رو در کنار هم قرار داد و گفت هر دو خائنن. این خریت تو نشون میده وقتی تو کسی مثل دکتر اسماعیل نوری علا رو در کنار تریتا پارسی قرار میدی، این دوتا رو یه جا قرار میدی، معلومه خیلی خری. حالا بعدم که این دوتا رو خائن قلم داد میکنی باز خیلی خری، چون اصلا نمیفهمی که نوری علا کیه، تریتا پارسی کیه، نوری علا چه داره میکنه، تریتا پارسی چه داره میکنه. ما مجموعاً همه اینا رو روی برگ یادداشت کردیم ریختیم به حساب جاری خریتت، چاره ای جزی نرسیم جانم سلوره بود. اما دیشب داشتیم اندیشه رو نگاه میکردیم، خیلی جالب. در اندیشه این سهراب اخوان آقای مشکین قلم رو آورده بود مصاحبه باش میکرد. اون آقای شاهرخ مشکین قلم هست که رقاصه، هنر رقص داره، برنامه های رقص میذاره. چیزی که در این داستان برای ما جالب بود این بود که این آقای مشکین قلم سهراب اخوان خورده بود. معمولا رسمه وقتی یک کسی یه مهمان میاره، اون هست برنامه، اون میزبان برنامه انقدر عقل و شعور داشته باشه بتونه برنامه رو جمع کنه، از مهمانش استفاده کنه، از حرفاش استفاده کنه. ولی این سهراب اخوان بدبخت انقدر مفلوکه که کاملا تحت شعای شاهرخ مشکین قلم قرار گرفت. یعنی شاهرخ پیچوندش، اصلا اجازه نفس کشیدن به اون حتی میدونید اون یه آدم مهملیه. من یه بارم ما راجع بهش صحبت کردیم، اون کسیست که در حقیقت به دلایلی که ما داریم اون باید اگر روزی در ایران یه رژیم مردمی سر کار بیاد، بیاد در مقابل مردم پاسخگو باشه به خاطر خیانتی که در حق مردم کرده. حالا اگر کسی خواست براش توضیح میدیم که چه گرد که وقتی اون برنامه رو ما ازش دیدیم پشت ما لرزید به عنوان یک کسی که خارج کشور زندگی میکنه. این مرد ابله سهراب اخوان با تو هستیم ها، یادته در اون اوج بحران درگیری های ایران و آمریکا و ایمیگرنت بازی و عرض میشود اینا، رفتی یه فیلم گرفته بودی دوتا از این بچه های حزب‌اللهی شیشه آب و میکوبوندن زمین مرگ بر آمریکا تو آمریکا میگفتن. و اون اگر یه موقع میتونست چه خطری برای خانواده های ایرانی باشه اگر این مامورین FBI و CIA و اینا به همون اندازه تو خر بودن، ممکن بود بیان یقت رو بگیرن و حتی برای هموطنهای من و تو دردسر ایجاد کنن. تو اینقدر خری، اینقدر بیشعوری، نمیدونی که تو این مملکت نباید اون حرکت رو بکنی. اینجا آزادی، البته آزادی هست، ولی تو اون شرایط بحرانی سالهایی که ایرانی های بدبخت در مزان اتهام بودن، درست هم موقع که ایرانی ها رو می گرفتن که تو یارو 30 سال تو آمریکا بود چون نرفته بود دنبال کار ایمیگریشن، گرفته بودنش رو خوزن برگردونن ایران، اصلا یارو فارسی بلد نبود. و تو به خاطر اینکه حالا در اون موقع توی تلویزیونی کار میکردی که مشی اون تلویزیون حمایت در رژیم بود، رفته بودی یه همچین فیلم مهمل و مزخرفی رو تهیه کرده بودی. آقای سهراب اخوان باید در مقابل مردم پاسخگو باشی یه روزی، قول بهت میدی. اما این خسروخان ما یهو ناپدید شد، ما نگرانشیم. خسرو فراهر رو میدونه این هفته پیش جمعه که بدبخت برنامه نداشت، پنجشنبه اونجوری که ما فهمیدیم که دوباره باید برنامه داشته باشه برنامهش تکرار بود، باز جمعه بعدش هم پیداش نشد. نگرانشیم خسروخان مریض نباشه، خدایی نکرد. والا ما دعا نکردیم، تو مثلا آرزو ما گفتیم بارها، آرزو نکردیم که تو برنامه نداشته باشی. جالب بود میشستی مزخرف میگفتی و هم میخندیدی، البته یه خودم مرس میخوردیم گاهی ولی خب میخندیدیم از برنامه بگذاریم یه گرسمونو بخوریم. این آقای فرهاد چند وقت پیش ناگهان اومد شروع حسینی برش داشت که آقای درمانی
غیر این پنجشنبه و جمعه یه روز دیگه هم به من داده. ولی درست برعکس شد، هفته بعدش دیدیم جمعهش هم نیست تفلک. به هر حال خواستم خواهم برای آرزو سلامتی میکنیم. اما یه چیز جالب براتون بگیم، این یک برای خود ما خیلی جالب بود. ظاهرا چند روز پیش یک نازنینی، یکی از کسانی که در این کار تلویزیون و مطبوعات کسیست، یلیست، رقمیست، ظاهرا یه پیامی توسط سعید برای ما میفرسته که به خراسانی بگو که زیاد به این خسرو نپردازه، با این کارش اینو بزرگش فقط میکنه، استفاده دیگه ای که نداره. خب چون این حرف از یه استاد پیام به ما رسیده بود، ما میگیم استاد درست میگی، شما راست میگی، ولی هر از گاهی هم نمیشه، برای که اینا یه مزخرفاتی میگن مردم رو به گمراهی میکشن، ما وظیفه‌مونه روشنگری کنیم. حرف شما به دیده منت استاد، ولی قولم میدیم، ولی بازم قول نمیدیم، اگه یه یه مزخرفی بگم باید جواب بدیم. ولی در این رابطه یه چیز جالب برای شما بگیم. وقتی آن استاد به سعید زنگ میزنه یا حالا جایی میبینتش، میگه به خراسانی بگو که چنین و چنان، که از خسرو زیاد صحبت نکنه، شما فکر کنید جواب بهبانی چی بوده؟ جواب بهبانی چی بوده وقتی استاد بهش میگه به خراسانی بگو؟ خیلی حیرت انگیز. برمیگرده میگه آقا من که خراسانی حرفی نمیزنم، خودش هرچی میخواد بگه. و این برای ما دلپذیر و زیبا بود. آقای وطنخوار که توی دکه تعمیرگاه میشینی، از اونجا نگاه میکنی، یک رمه عوضی بگه کلش میکنی، فوری زیر پاشت یاد بگیر، از سعید یاد بگیر، آقای درمانی از سعید یاد بگیر، آقای کاردان از سعید یاد بگیر. حالا ما رقمی نیستیم، ما نمیگیم خیلی مثلا مهمیم، ولی این جواب زیبای دوست ما سعید نازنین. گفت آقا من چی کارم، من برای چی بگم، من به اون نمیتونم بگم. البته میدونست اگه بگه جواب ما چیه، چون ما روز اول باش تیک کردیم، اما میدونستیم که این از این اخلاقا نداره، ولی باش تیک کردیم که ببین به ما کاری نداشته باش، ما هر چی بخوایم میگیم، اگرم روزی بگی اینو بگو اونو نگو، چرا اینو گفتی چرا اونو نگفتی، رو همین برنامه حیثیت تو میبریم و میریم. اون میدونه، البته خودش هم انصافا نه این حرفو نیست، ولی این جوابی که به استاد داده بود برای ما جالب بود. چه بکنم من به خراسانی چی بگم، من نمیگم. البته فقط شهر داد، بعد فهمیدیم که این جوابش لذت بخش بود. آقای درمانی ببین، از حتی تو اون تلویزیون اندیشم خسرو یه حرفی زده جوابش هم گرفته، نباید کرسیشو ازش بگیریم، باید یاد بگیریم، باید یاد بگیریم که این آزادی بیان که سوغاتی است و تحفه است در این جوامع غربی، اینا رو یاد بگیریم. حرفمون اینه. عرض میشه که مطلب دیگه این که چند روز پیش اختر داشت این وطنخوار رو نگاه میکرد، وطنخوارم هر از گاهی میگه من خیلی پاکم، تلویزیون ما خیلی پاکه. یه دوست دیگه هم من دوستان خود اختر پیشش بود، اون میگفت نه اینجوری نیست، این بابا پاکه ای وطنخوار، راست میگه. اخترم به ما براق شد، تو کجا میدونی؟ گره والا صبح همون بود، چون ادامه میکرد ما پاکیم، ما کارت کردیت کسی رو زیادی چارج نمی کنیم، ما فلان می کنیم. گفتیم راست میگه بابا، همون بوده، به این دلیل صبح همون بوده، پاکه دیگه. عرض میشه که یه عرض میشود داستان دیگری داریم که اون رو به دلائلی امروز نمیگیم، میذاریم برای روز دیگه، و اون مسائلیست که داره بین دو تا این تلویزیون اتفاق میفته، فعلا باید بماند. میپردازیم به عرض میشه بعد
باز پیام ها و تلفن ها و کامنت های شما نازنینان. دوباره دکتر فاطمی نازنین ما از لندن یک کامنت با محبتی مهرامیزی پشت های برنامه ما گذاشتن، نوشتن که با سپاس و تشکر بیکران از برنامه جالب و پرمحتوای پیر خراسانی و الطاف و مراحم ایشان، سلامت و پایدار باشید و با امید آزادی و آگاهی و آبادی ایران و ملت ستم دیده ولی استوار و مقاوم در مقابله با توطئه های ستمگران و غارتگران غرب و شرق و عمال و مزدورانشان. دکتر فاطمی نازنین از تو سپاسگزاریم عزیز و به داشتن هموطنان و بینندگانی مثل شما افتخار. مهدی عزیز، اون ماهیگیر ما، دوست ما که از هنان با ما ارتباط داره و محبت میکنه، باز یه جمله محبت آمیز نوشته. نوشته پیر عزیز، به راستی که آموزگار هستی، چون می آموزم، تو لطف داری برادر، ما کوچیک همه هموطنامون هستیم، خودمونم یاد میگیریم. تحریری دوست دیگر نوشته یه سری هم به یوتیوب بزن پیر که دار جان خراسانی. خب میزنیم رفیق، یوتیوب که بعد از 3-4 ساعت از برنامه اونجا هست. هر سه‌شنبه منتظر برنامه‌ات هستم که پست بشه روی یوتیوب و ببینم. زنده باشی و سر حال. تو هم زنده باشی، هم میهن نازنین، و سر حال و سلامت. والا این از روزی که ما این کار رو اصولا شروع کردیم اصلا تصور نمی‌کردیم این چنین مورد محبت هموطنان و دوستان قرار بگیریم. اصلا یه حالت، باور کنید، شعفی داریم، یه ذوق و شوقی داریم که این کار رو انجام میدیم. گفتیم براتون یک شنبه دیگه نهایت تلاشمون هست برنامه رو ببندیم. موظف میدونیم این خدمت رو که در خدمت شما باشیم. برامون بسیار زیباست، بسیار جالبه و حیرت میکنیم که به چه سادگی میتوان دوست پیدا کرد. شاید متجاوز از 30 نفر با ما در ارتباطن، حالا به طرق مختلف، و شاید در تمام عمرمون فکر نمی کردیم هیچگاه امکان داشته باشه این همه دوست پیدا کنیم. البته به لطف سعید و میهن تیوی و در کنارش این وسائل پیشرفته‌ای که حالا ما یک قسمتش رو در اختیار داریم، بسیار خوشحالیم. کاوه جان ما باز از لندن به قول خودش امورگرای اسلام چند مطلب تاریخی برای ما فرستاده. خوندیم، بقایه است، بسیار هم درسته بسیارش، منتها چون کاوه گفته خصوصی بمونه دیگه ازش روی خط صحبت نمی کنیم. یک خانم محترمی از بینندگان یک گله ای از ما کرد. هفته پیش هنوز آب قسط و کفن برنامه خشک نشده بود که زنگ زد با تشر به ما که خراسانی. گفتیم بله خانم. گفت شما یک اشتباه کردی. گفتیم بفرمایید چه کردیم خانم. گفت شما در روی برنامه میای چرچیل رو با تاچر مقایسه میکنی و بعد به تاچر توهین میکنی. تاچر از بزرگان انگلیس بوده، زن آهنین بوده مارگرت تاچر، و اینجوری که شما میگی نبوده. گفتم خانم شما آنگلوفیلی حتما، آره هستی، حقت هم هست، ولی ما مقایسه کردیم، توهین نکردیم. حالا برای اینکه شما خوشت بیاد میان چرچیل رو با چمبرلن یا با کالاهان مقایسه. بهتر از اون داشتیم، تو چرا به این گیر دادی؟ گفتیم وقتی جای زنده یاد هویدا، که تو هم دوست داری، میدونی خانم، تو میشناسیمش، عرض می شود که احمدی نژاد یا جای زنده یاد مصدق حسن بشینه، حسن روحانی، آقای پرزیدنت، شرم باید خجالت. خب از اینم بگذاریم، حقیقت بگیم، باز اینو تکرار کنیم، این درختی رو که 2 سال پیش کاشتیم، حدود 2 سال پیش، فکر نمی کردیم اینقدر زور رشد کنه و اینقدر بر بده. حالا چرا اینو میگیم؟ عرض به حضور محترمتون، اولا یه گله دیگرم بخونیم به اینم جواب بدیم، بعد بریم سراغ اصل مطلبی که اصلا
اینجا میخواستیم بهش بپردازیم. یک نازنینی، دختر خانومی که این دوستان ماست ایشون، و یه بارم ازش یاد کردیم، میترای عزیزمون رو میگیم، که این در حقیقت با حفظ سمت نقش برادرزاده ما هم داره یه جورایی، ما عموجانشیم در حقیقت، خودشم گاهی لطف میکنه و ما را عموجان صدا میکنه. ایشون که خب حالا برخلاف اون خانم، ایشون فرانکوفیله، طرفدار فرانسه است، خب تحصیلاتش تو فرانسه بوده، پدر نازنینش در فرانسه زندگی میکنه، خودش سالها فرانسه بوده، فرانسه بسیار خوب میدونه و بچه محله و همشهری ما هم هست. ایشون نوشته با درود، گله کرده از ما راجع به اون بحثی که مطرح کردیم، گفتیم ریشه این ترورای پاریس در اعمالی است که این فرانسوی ها در سنوات قبل در مثلا الجزایر کردن، به داستان جمیل بوپاشا اشاره کردیم. ایشون این رو شاید بد برداشت کرده، اینطور میتونیم بگیم. نوشته با درود بر شما، کاش از واژه فرانسوی ها استفاده نمی کردید. سیاست دولتیان فرانسه دلیلی بر کشتن افراد غیر نظامی و غیر دولتی نمی شود. محله مورد نظر پاتوق نسل جوان و هنرمند بوده است. این به خاطر اشرافی که به پاریس داره این بوده، نه دفتر ریاست جمهوری. همونطوری که ما نمیتوانیم بگوییم ایرانی ها به جای دولت ایران مهر ورزیده، و این مهم را در نظر داشته باشید. از همان دیدگاه هم قربانیان به جز موارد نادر پریشانی روانی آنان نمیباید این گونه جان خود و دیگران را برباد دهند. کاملا درست. سیاست دولت‌های فرانسه در طی تاریخ، حتی در زمان دوره سیاه مستعمرات، هرگز نمی‌تواند از نقش برجسته هنرمندان و فیلسوفان و افکار پیشرو و مترقی فرهیختگان آنان که زمانی الهام بخش روشنفکران دوران مشروطه ایران بودند را بکاهد. درست. آنچه که بیش از پیش برای من آزار دهنده گشته است، برای نگرانی از برای دوستان و ساکنان فرانسه، خواندن این گونه کامنت هاست. ما از شما عذر میخوایم میتاجان، حالا توضیح میدیم. مهر ورزیده و حتی در سیستم هایی که از دید ما دموکراسی به نظر می آیند، گناه دولتی ها را به پای تاوان پرداختن افراد عادی آن مرز و بوم نگذارید. با مهر. ما البته در زیر اون کامنت یه جمله مختصر نوشتیم که نازنینم، منظور من دولت و دولت مردان استعمارگر فرانسه بوده است و نه اصولاً و نه مردم. منظور من دولت و دولت مردان استعمارگر فرانسه بوده است و نه مردم. اصولاً این دولت ها هستن که برای استعمار مردم کشورهای فرودست اقدام میکنن و نه مردم عادی، مردمی که اهل شراب و عشق و خوشگذرانی و پیشرفت و شعر و تمدن هستند. در حال ما اشارمون به دولت مردان و عرض می شود که سیاست مداران فرانسوی بود که با سیاست های استعمارگرانه اون فجایع رو در کشورهای فرودست ایجاد کردند و این ترکشاش، همطور که گفتیم، البته دیدیم یه نازنینی، یه فرهیخته ایده تلویزیون میگفت این منطق درست نیست، برای اینکه چطور در سوئد این اتفاق، مثلا سوئد که مثلا سوئیس نمیدونم اینا که استعمارگر نبودن. ولی فراموش نکنید نازنین من که اون مسلمان قشری داعشی، اون که تفکیک نمیکنه که این فرانسویه، این انگلیسیه، این اتریشیه، این سوئدیه، مثل ما که همه ارمنی های هموطنمون رو موسی و صدا می کردیم، یا هر خارجی رو تو ایران سر صدا می کردیم، یا رو معلوم نبود تو کشورش عمله بود، یا فرض کنید که آب و حوضی بود بهش می گفتیم سر. این از اونجا نشأت می گیره. ولی به هر حال آنچه که اینها دولت مردان تأکید می کنیم کردن، دخلی به ملت عادی فرانسه نداره، ولی عکس العمل و بازتاب و اثر اون اعمال اینها را هم، کمان که راجب اسرائیل هم گفتیم، مردم اسرائیلی مش مردم زحمت کشه بدبخته بود، البته تو اونم ناخاله و جانی و از اینام هست، همه رو نمیگیم،
ولی امروز دارن تاوان کارهایی که سردمدارانشون در 50 سال 60 سال پیش کردن پس میدن، اونم به همین ترتیب. اصلا همیشه تاکید میکنیم این غربی ها احمقا میگن دولت ایران، اون دولت ایران نیست، اون دولت جمهوری اسلامیه، مثلا با ایران کاری نداره، مثلا ایران براش مهم نیست. از این هم بگذریم. بعضی دوستان به ما میگن آقا این 2 ساعت برنامه زیاده. داداش زیاده نبینید، ما یه هفته کار میکنیم، ما یه سری مطالب جمع میکنیم، تو اون 2 ساعت سر جمع میشه. اگر آبدو خیار دوست ندارید نخورید، اگر چلو کباب دوست دارید بخورید، زیادتونه کم بخورید، نصفشو بذارید برای شبتون، نصفشو بذارید برای فرداتون. حالا چرا اینو میگی؟ برای اینکه باز یک نازنینی که به هر کسی است در این رشته یه ایمیل محبت آمیزی برای ما نوشته و نوشته من نشستم ضمن که زیاد این برنامه های تلویزیونی نگاه نمی کنم، برنامه تو رو همش رو دیدم، برنام خیلی جالبه چون آدم به حال فرهیخته زبلیه دیگه، بچه که نیست. بعد به 3 تا نکته توی برنامه هم اشاره کرده، گفته مثلا اینو در اینجا گفتی، اینو اینجا، اینو اینجا، بعضیش هم نوشته ببین مثل بعضی ایرانیان نیستم که الکی بعضی بگم که همش رو دیدم، واقعا همش رو دیدم، اینم دلیلش که نکاتی رو که مطرح کردی در اینجا و اینجا و اینجا رو میدونم. اما هفته پیش ما یک ایمیلی گرفتیم از یک نازنینی که البته اجازه هم گرفتیم ازشون اسمشون رو بگیم، به نام جناب آقای خسروی، و این نامه خیلی برای ما جالبه. حالا بذارید بخونیم براتون. ایشون نوشتن که درود بر جناب آقای خراسانی، من افسر بازنشسته هوایی هستم، از برنامه های شما بی نهایت لذت میبرم، به ویژه از برنامه‌ای که درباره سرهنگ وزین بود. البته ما راجع به ایشون فقط یه جمله به اشارت نام بردیم و یه سوال مطرح کردیم جناب خسروی، گفتیم چجوری میشه این همه پول خرج این همه کار کرد که هر جایی در لس آنجلس یه بساطی که یه جوری به نام نامی اعلیحضرت همایونی یا آقای رضا شاه یا حضرت شهبانو یا والا حضرت آقا رضا پهلوی هست، ایشون اول همه هزاری رو گذاشته رو میز، این همه پول از کجا میاد؟ یعنی از اون دلارهای 7 تومانی زمان مرحوم آریا مهر اومده اینجا مونده، حالا بار کرده جناب سرهنگ میترسن بگنده دارن تون تون خرج میکنن چون این همه پول خرج کردن، یا احیانا ایشون ارث پدر خدا بیامرزی چیزی دارن. البته ما مردم هم حضوریم سوال میکنیم، در حال بگذاریم. من مدت 30 سال از اینجور افسران زج کشیدم و رنج بردم، این قبیل اشخاص جز خوشخط مالی هم خودتون بفرم کار دیگری بلد نیستند. همین بی شرفان و آن شخص شاه بود که ما ایرانی ها را به این روز سیاه نشاندند. افسر هوایی داره میگه ها. من به عنوان یک افسر ارشد هوایی میگویم رژیم گذشته پایه‌گذار رژیم اسلامی بودند. ما هم اینو میگیم جناب. ما نمیدونیم جناب تیمسار با صداتون کنیم جناب سرهنگ، چون ما سربازی هم نرفتیم متاسفانه، این درجات هم درست تشخیص نمیدیم. در حال سرکار جناب آقای خسروی، آقای خراسانی، من گفتنی زیاد دارم ولی بیشتر مزاحم وقت شما نمیشم. در جواب ایشون نوشتیم که همیهن نازنینم جناب خسروی درود بر شما، بسیار خوشحالم. گوش بدید اونایی که فوری یقه ما رو میچسبید به این جملات گوش بدید. بسیار خوشحالم که در اکثر برنامه هایم ضمن انتقاد از رژیم شاهنشاهی مکرر گفتم که کشور ما افسران شرافتمند بسیاری داشته که در نهایت مناعت طبع و با اندک امتیاز مالی و امتیازات مالی و شغلی در حفظ آن سرزمین تا پای جان کوشیدند و
بسیار خرسندم که امروز با یک تن از آنها که شما هستید آشنا میشم. نامه مهرآمیز شما را در برنامه آینده مطرح خواهم کرد. فقط نمیدانم اجازه دارم که از شما با نام واقعی یاد کنم یا خیر. سپاسگزار خواهم شد در این مورد مرا مطلع فرمایید. ضمناً همیشه آماده شنیدن سخنان و درد دلها و خاطرات هممیهنان عزیزم هستم و در این مورد اصلا نگران وقت من نباشید. هم صحبتی با هممیهنانم یکی از لذتهای توأم با افتخار در طول زندگی من بوده و هست. در جواب جناب خسروی این مطلب رو گفتیم. یه چیز دیگه هم به شما بگیم. میدونید که ما میگیم اینا رو همه رو از این دریچه‌های تلویزیون میگیریم، ما نه اینجا جاسوس داریم نه کسی رو میشناسیم در لس آنجلس. یک تیمساری بوده ایشون، یک شخصیتی، یک افسر ارشدی بوده به نام جناب تیمسار آذربرزی، جناب تیمسار عرض میشود عبدالله آذربرزی. ایشون در یه برهه از زمان میاد یک کتابی بنویسه و در اون کتاب مسائلی رو راجع به افسران زمان شاهنشاه عنوان میکنه. آقا همین باعث شد که این پیرمرد چقدر فحش خورد. یعنی کمتر کسی اومد به این سوالاتش و به این انتقاداتش جواب بده. در شرافت این مرد ما به آثار کاراش نگاه میکنیم. یعنی جناب تیمسار عبدالله آذربرزین، در شرافت این مرد همین بس که خود اینا اعتراف میکنن که ایشون پس از انقلاب میشه فرمانده نیروی هوایی و چند اندک زمانی بعد از این انتصاب میره استعفا میده. چرا؟ چون میبینه اینا این بی همه چیزا دارن هم قطاراشو اعدام میکنن دونه دونه و بعد زندان میشه و بعد از ایران خارج میشه. بعد حالا اینجا که اومد بهش اتهام زدن که 60 میلیون پول گرفته، 30 میلیون اونجا گرفته، چنین و چنان بوده با آخونده از زمان شاه. بابا در همون زمان، در زمان اعلیحضرت هم بسیاری ما افسران بودن. در گفتیم طرف میشد سروان، از فامیل خود ما سروان شده بود، در تهران فارغ التحصیل شده بود، دو سال زاهدان بود، دو سال بلوچستان بود، دو سال دهات مشهد بود، آخر عمری دیگه آخر خدمتش در 5 سال آخر جناب سرهنگ شده بود و تهران بود. اینا پاسداران اون مملکت بودند، اختیاراتشون هم محدود بود. یارو از سرهنگ به بالا رو باید خود اعلیحضرتش، همین فامیل ما نمیدونیم 10 سال سرهنگ بود، حقش هم بود ارتقا پیدا کنه، نمیدادند. چرا؟ چون فامیلش شبیه فامیل یکی از کسانی بود که در ماجرای نمیدونم فلان سوء قصد به شاهنشاه شرکت کرده بود. این جناب سرهنگ بدبختم تو کیهان آگهی داد، توی اطلاعات آگهی داد که والا به حضرت عباس با اون آقای فلانی من هیچ نسبتی ندارم. برای دیگه چوب اونو خورد. بودن بسیاری همینجا الان در مونریال، دوستان بسیاری ما داریم. یه مورد براتون بگیم، یه آقای بسیار محترمی بود ایرانی، ما بر روزی که وارد این ساختمون شدیم اینجا ساکن شدیم و همسایه‌ها رو که نمیشناختیم کم کم شناختیم، یه مرد محترمی بود، همسایه ما بود. ما خب در آسانسور این ورانور دیدیم فارسی صحبت کنه، ایرانیه، آشنا شدیم. مرد محترمی بود. بعد یه کسی دیگه، یه حالا جناب سروان، جناب سرهنگ دیگه ایرا طبقه پایین‌تر ما بود. خب اینا با هم چون هر دو نظامی بودن رفت آمد داشتن. اون مرد محترم افسر دریاییه، این آقای همسایه ما شنیده بودیم ارتشیه. اینجا حتی به ارتشیام که مراجعه میکنیم ما توشون ارتشی جز نمیشناسیم، همه یا تیمسارن یا سرنشگرن یا سرهنگن. به این بنده خدا یه روز دیدیمش، سلام علیکم پرسی، بعد با ما درد دل کرد از این برای بعد گفت شما چی کاره بودی؟ گفتیم ما معلم بودیم و اینا. بگذاریم، گفتیم شما شنیدیم که افسر ارتش بودی.
برگشت بنده خدا گفت نه آقا، من افسر ارتش نبودم، من استوار بودم. ما آدم به این شرافت کم دیده بودیم. به راحتی میتونست بگه منم تیمسار بودم، سرلشکر بودم. آره جناب خسروی، واقعا ما دلمون به حال این تیمسار آذربرجین بدون که هیچ گونه آشنایی عکسش رو بقید سوخ که چجوری یک کتاب نوشته بابا، انتقاد کرده، بیا جوابش بدید، چرا فوشش میدید؟ چیز بدی نگفته. یعنی شما میگید در زمان اعلیحضرت خمینی افسر خلافکار نداشتیم، افسر خائن نداشتیم، افسر بیناموس نداشتیم، حتی کسانی نبودن به همون سیستم خیانت کردن؟ و همه جور تو جامعه همه جور آدم هست، یه نوع که نیست که برادران خواهران، همه جور آدم در همه جا هست. اصلا باور میکنید ما اگه جایی بریم نیم ساعت بشینیم حوصله‌مون سر میره، خوردمون نمیدونیم. به عشق شما هم میهنان نمیجانا نگاه میکنیم میبینیم نزدیک دو ساعت گذشته هنوز صدای سعید هم در میاد. درود بر شما هموطنان نازنینمون. باور کنید، باز دوباره تاکید میکنیم، این کار هیچ چیزی برای ما جز این زحمت نداره. فقط قصدمون اینه که نه با کسی، فقط از این که میبینیم یه عده در کار تحمیق مردم هم. حالا چه اون شیعیانش در رژیم خبیث جمهوری اسلامی، چه این وریا یارو اومده تو تلویزیونش آقای وطنخوار یکی یک کلمه حرف بزنه تو دفترش نمیم آقا قطعش کن بندازش بیرون. مراد معلم چی گفت آقای وطنخوار؟ یک کلام نظرش رو راجع به واقعی که مردم رفته بودن کنار مزار کورش بیان کرد. مستلزم این بود که بیرونش کنی؟ اصلا این لفظ بیرونش کردم، انداختمش بیرون، خاک بر اون سرت کنن. هر کسی می آوردی میشست با منطق به مراد معلم میگو آقا این کار حرف دشته باز به این دلیل، اونم دفاع میکرد. بیرونش کردن چاره دردتونه؟ هنوز اون پس کله درود بر مشیری یا همون استبداد ذهنتون پره. عبد وطنکاه که کاره در اون موقع نبوده، گنده هاتون رو میگید دری به تخته خورده، بدبخته بعد آقابت هم توی چاهی افتاد که اون آقای دکتر سعید سکویی براش کند این نونو، اون سکویی تو دامنه این بدبخت بعد عاقبت گذاشت. این کاره نبود، این کاری بگذاریم. سپاس از سعیدمون که یک بار دیگه این فرصت رو داد که ما دو ساعت با شما نازنینان صحبت کنیم. تشکر فراوان از کاوه عزیز که همواره برنامه های ما رو میذاره. ما این تشکر رو اختصاصا برای اینکه برنامه ما رو میذاره نمی کنیم، ما به خاطر کار سترگی که داره میکنه. از امنان ممنونیم که برنامه ما رو میذاره. کمک به میهن تیوی رو فراموش نکنید، حتما اگر با هر رقمی میتونید سعید و میهن تیوی رو یاری کنید. تشکر میکنیم از تمام کسانی که روز خلقت میهن تیوی تا امروز کمک کرده و میکنند و خواهند کرد به میهن تیوی. از همه ایمیل ها، تلفن ها، جناب پیران از شما هم سپاسگزاریم. امروز صبح با پیران عزیز صحبت کردیم. ممنونیم از لطفتون و توجهتون به برنامه و راهنمایی هایی که برای ما همیشه دارید. به بعد تلفن ها و پیام های فیسبوکی همه برای همه شما هموطنان نازنینمون طبق معمول هفهاتی ثانیه ها، دقایق، ساعات، روزها، لحظات خوشی رو آرزو میکنیم. آرزو داریم سلامت باشید، دلخوش باشید و برای میهنمون هم آرزوی آزادی داریم. همه شما را به خدای بزرگ مذهب پاناسونیک، مذهب حقه پاناسونیک. باز یکی دو هفته ایست از معجزات مذهب حقه پاناسونیک دور بودیم. هفته دیگه سعی میکنیم باز با تو صحبت کنیم. میسپاریم و شاد و آزاد و سربلند باشید با امید دیدار شما نازنینان در سه‌شنبه آینده و با یکی دیگه از
برنامه های سری ناگفتنی ها. درود بر همه شما هموطنان نازنین، علل خصوص کسانی که زیاد دل خوشی از این پیر ندارند. بر همه شما درود. با تاس شما.